یادآوری میکنم، چون مدتی است که بین جلسات ما وقفه افتاده است، که در نوبت‌های پیشین، در دو سه نوبت پیشین، ما وارد بحث دین و قدرت در دوران معاصر و خصوصا در ایران عزیزمان شده بودیم. به سبب اینکه در کشور ما یک تحول عظیم، یک انقلاب بزرگ ملی مردمی رخ داد به نام دین و در لوای دین و به سبب دیندار بودن مردم و برای به کرسی نشاندن اندیشه دینی و به دست یک رهبر دینی. خب این اتفاق کوچکی در تاریخ 2500 ساله کشور ما نبود. اولین بار بود که چنین انقلابی رخ می‌داد. چه آرمان‌ها داشت، چه آرزوها برانگیخت، چه حسرت‌ها برانگیخت و اکنون چه داوری‌های ضد و نقیضی که درباره این انقلاب می‌شود. اکنونی که 41 سال از عمر انقلاب گذشته و همچنان که می‌دانیم و می‌شنویم، مردم ما، کسانی که از این انقلاب سود یا زیان برده‌اند، داوری‌های بسیار گوناگون و متخالف و متفاوتی درباره آن دارند. بدیهی است ما وارد بحث‌های روزمره سیاسی نخواهیم شد، نه به طرفداری این جناح یا طرفداری اون جناح و یا مرور حوادثی که در این دوران 40 ساله گذشته است. بیشتر به ذات و ماهیت امر می‌پردازیم و خصوصاً قصه نسبت دین و قدرت در این حادثه عظیمی که در کشورمان رخ داد. دین در اینجا چه کاره بود؟ قدرت سیاسی چگونه پدید آمد و مردم از دین چه انتظاراتی داشتند و چه انتظاراتی باید داشت؟ اکنون چگونه نظرها عوض شده، انتظارات عوض شده؟ ما تقریبا وارد یک فضای الهیاتی تازه شده ایم، یک فضای دین شناسانه تازه شده ایم. یعنی همه داریم دین و دیانت خودمون رو، خداشناسی خودمون رو باز تعریف میکنیم، خودمون نظر میکنیم و به اندیشه های 40 سال پیشمون که اون موقع در مورد خدا و دیانت و انقلاب و انتظار از دین و غیره چگونه فکر میکردیم و اکنون چگونه فکر میکنیم. این انقلاب تجربه بسیار ذی قیمتی برای نسل ما بود و نسلهای آتی که بیایند و بنشینند و بیاندیشیدند و حوادث این 40 ساله رو بکاوند و از اونها درسهای تازه بگیرند. خب در دو جلسه گذشته من بیشتر به این نکته پرداختم که هم مرحوم دکتر شریعتی و هم آیت الله خمینی دین رو برای خیزش مردم برای انقلاب به کار گرفتن و البته شریعتی نقش خود رو بازی کرد اما ناکام ماند به دلیل اینکه زود از دنیا رفت، ولی آیت الله خمینی همه دستاوردهای شریعتی رو جمع کرد و در خرجین و در انبان خود ریخت و با کاریزمایی که داشت در مقام رهبری انقلاب قرار گرفت و یک انقلاب دینی رو سامان داد. ظاهراً و بلکه واقعاً افکار شریعتی با افکار خمینی سازگاری چندانی نداشت و همچنان که همه می دانیم آیت الله خمینی هیچگاه علناً از شریعتی طرفداری نکرد، بلکه چنان که می دانیم در باطن و در واقع با او همدل و همراه هم نبود، اما به دلیل اینکه می دانست که پیروان بسیار دارد و آزردن این پیروان به صلاح انقلاب و مملکت نیست، دم فرو بست و زیرکانه در این باب هیچ نگفت. اما حقیقتاً جنبشی و خیزشی که شریعتی ایجاد کرده بود در ذهن جوانان به کار خمینی آمد و او بهترین بهره برداری رو از او کرد. خب ما از مرحوم دکتر شایگان شنیدیم که دین کجا و انقلاب کجا، چگونه میتوان از دل دین انقلاب بیرون آورد. ولی ما یک جواب مجمل و مختصر هم به شایگان دادیم، گفتیم که گرچه شما میگویید که نمیباید، ولی
این کار شد، یعنی واقعا در مقام عمل آقای خمینی انقلابی رو به نام دین سامان داد و تحقق بخشید. اما اینکه کار نیکی کرد یا کار بدی کرد یک امر دیگری است. داوری امثال شایگان و بسیاری از روشنفکران همراه او این بود که بله، شاید به نام دین بتوان انقلاب کرد، اما از دین جز ویرانگری بر نمی آید. سازندگی در کار دین نیست. می توان با دین ویران کرد، اما وقتی که دشمن از میان رفت و نوبت ساختن شد، اونگاه ناتوانی های دین آشکار خواهد شد. و به همین سبب دین رو به نحو ابزاری و کاسبکارانه نباید به کار گرفت. نباید اون رو چون مرکبی پنداشت و بر او سوار شد و به سوی مقصد و مقصود خویش تاخت. خب این از نکاتی است که امروزه بسیار شنیده می شود. اصلا این مفهوم ابزارنگاری یک نکته است که قابل تأمل است فی نفسه. ما کی و کجا مفهوم ابزارنگاری یا اینسترومنتالیزم رو به کار می بریم؟ باید به هوش باشیم که ابزارنگاری همه جا کار بدی نیست. وقتی چیزی ابزار است، خب او رو باید به کار گرفت. وقتی که چیزی ابزار کاری و مقصدی نیست، اگر اون رو برای رسیدن به اون مقصد به کار گرفتید، البته ابزارنگاری کردید و سوء استفاده از آن کالا کردید. فرض کنید که شما چاقو رو برای بریدن به کار ببرید، کسی شما رو ملامت نمی کنی، چاقو اصلا ابزاری برای بریدن است. اما اگر این چاقو رو به کار دیگری ببرید، و من الان به عقلم نمی رسه که به چه کاری می توان برد، اونگاه ابزار انگاری خواهد شد. حالا بیایم سراغ دین. دین اگر واقعا در ذات خود انقلابی باشد، همونطور که مرحوم شریعتی فکر می کرد، همونطور که کم و بیش آقای خمینی فکر می کرد، اونگاه اگر کسی اون رو برای انقلاب به کار ببرد، نمیتوان به او گفت که ابزار انگاری در دین کرده یا سوء استفاده از دین کرده. به گمان او بهترین بهره را هم از دین برده است و اصلا اون رو در جای خود مصرف کرده. گفتم مگر اینکه ما بگوییم که برای اون مقصود نیست. خب ما مرحوم بازرگان رو دیدیم و از اون هم سخن گفتیم که در سالهای پایانی عمر به این نتیجه رسیده بود که دین ابزار نیکویی برای ساختن دنیا و ساختن جامعه نیست و تنها راهی است به سوی مقصد اخروی. ایشان در واقع به این معنا، البته با این الفاظ نگفت، ولی چنین معنا و مضمونی در ذهن داشت که تا کنون دین رو ابزار رفاه و سعادت دنیوی کرده بودیم، اکنون دریافتیم که دین برای این کار نیامده است، لذا موقع سوء استفاده قرار گرفته است. در حالی که آقای خمینی تا پایان عمرش چنین نمی اندیشید. من گمان می کنم اگر مرحوم شریعتی هم حیات داشت، او هم چنین نمی اندیشید. و بنابراین بستگی به این دارد که ما ماهیت یک شیء رو چه بدانیم. این چنین نیست که بی محابا هر کس که چیزی رو به کار میگیره و برای مقصدی خرج میکنه، او رو ابزارنگار بنامیم و این کار رو مذموم بشماریم و مورد ملامت عقلا بدانیم. خب این نکته است که در باب دین باید کاملا در نظر بگیریم. لذا ما رو میرسوند به یه بحث بسیار مهم که من همیشه اون رو مطرح کردم و اون مسئله انتظار ما از دین است. ما از دین چه انتظاری داریم؟ و این انتظار از دین هم انتظاری نیست که ما بسازیم، یعنی بیهوده حدید بیاوریم. انتظار از یک شی با نظر به ذات اون شی حدید میاد. هرچه ما یک چیزی رو بهتر بشناسیم، بهتر میفهمیم که او به چه کار می آید. دور دور اگر او رو ببینیم، ممکن است که براش یک مصرفی گمان بزنیم. از نزدیک ببینیم، بهتر او رو به کار ببریم. و گاهی هم ممکن است که
اساسا دست بکشیم و به این نتیجه برسیم که من میخوام امروز به همین نتیجه شما رو برسانم که بلکه دین اصلا ابزار نیست، ابزار هیچ چیزی نیست، خودش غایت فی نفسه هست، خودش مطلوب به ذات هست، لذا اون رو خرج چیز دیگری نباید کرد. این نکته است که من امروز میخوام بپرورانم. البته یک حواشی و عوارضی هم داره این بحث که به اون هم میپردازیم، اما مایلم که قبل از اینکه اون بحث رو پی بگیرم، پاره از ابیاتی رو که در همین زمینه من سرودم و جزء یک منظومه بلندی تحت عنوان جرس جنبانان اصلاح آمده است و امیدوارم و بعدش رو هم گاهی دادم که هر چه زودتر او رو به صورت یک کتاب در اختیار علاقمندان قرار بدهم، در بخشی از این کتاب من به نقش آیت الله خمینی، به نقش مرحوم شریعتی در باب اصلاح دینی و انقلاب دینی پرداختم و همراه با او پاره از تحلیل ها و آراء خود را هم آوردم. اکنون پاره از اون ابیات رو میخوانم تا از دل همین ابیات مقاصدی رو که میخوان بیرون بیاورم و بعد اونها رو تشریح کنم. گفته بودم براتون که کسانی مثل شایگان می گفتن که دین یک اژدهای خفته است، اون رو بیدار نباید کرد، اگر بیدار بشود اونگاه ویرانی می آفریند، مثل همون اژدهایی که اون مارگیر از کوه ها آورد و زیر آفتاب عراق و نهایتا موجب شد تا هم خود مارگیر و هم خلق تماشاچی هلاک بشود. من در این ابیات البته کلمه اژدهای خفته به کار نبردم، چون تنین منفی و مذموم داره، کلمه پهلوان خفته به کار بردم و کلمه مزینانی که در این ابیات می آید، من منظور مرحوم دکتر مزینانی است. کلمه شریعتی با وزن ابیاتی که من سرودم سازگار نیست و در آنها نمی گنجد. من همه جا در اشاره به شریعتی از کلمه مزینانی یاد کردم. خود مزینانی همین یک کار کرد، پهلوان خفته را بیدار کرد. رستمی را دید بی برگ و سپاه، یوسفی افتاده اندر قعر چاه. گفت اسلام ار چه شیری خفته است، شیر چرخ از هیبتش آشفته است. صد چو اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی قدرتی افسرده است. آه اگر برخیزد این شیر دلیر، می توان آورد گردون را زیر. از نهادی نهزتی بیرون کشی، خضر را از ظلمتی بیرون کشی. دشمنان دیوش همی دیدند و غول، منظورم دینه، دشمنان دین دین را به صورت یک غول می دیدند. دشمنان دیوش همی دیدند و غول، وو دران می دید نجمی بی افول. گفت گر دین حسین و زینب است، روزه های اقتدارش بی شب است. مذهبی کو بر شهادت قائم است، غرق بیداری است ور خود نائب است. او که از روحانیان آزرده بود، طمع در روح جوانان برده بود. گفت کاش اسلام روحانی نداشت، ارتزاق از راه دین نانی نداشت. یا در آن تفسیر رسمی ره نداشت، جز رعایا کس نبود و شه نداشت. صنف روحانی چه داند انقلاب، انقلاب از جهد خیزد نیز خواب. شیخ ملا در تهجر چون حجر، خواه اکنون خواه در عهد قجر. ای عجب، اسلام بی خاخام خواست، جای آن خاخام بی اسلام خواست. نکته ای که قبلا هم به طنز گفته بودم، او میگفت اسلام آینده اسلام منهای روحانیت است و متاسفانه اتفاقی که افتاد روحانیت منهای اسلام بر سر کار آمد. ای عجب، اسلام بی خاخام خواست، جای آن خاخام بی اسلام خواست. با خمینی بخت و اختر یار شد، وان حریف خوش نفس
بیدار شد. نغمه هایی که مزینانی سرود، بذرهایی را که کشت و نادرود، چون خمینی با خر و خرجین رسید، جمله را بدرود و در خرمن کشید. هر دوان را بود یک سودای ناب، خیزش خلق از برای انقلاب. این فقیهی، فیلسوفی، عارفی، وان جهانسوزی، خطیبی، هاتفی، هر دو از بیخ تشیع میوه‌چین، راکبان مرکب دین مبین. غیر از اینشان نقد و بازاری نبود، غیر دینشان جنگ افزاری نبود. لیگ این یک در ولایت خانه زد، بر تجدد خنده مستانه زد. واندگر ناگه زپا افتاد و رفت، تیغ را در دست مستان داد و رفت. از غنیمت‌های دوران جدید، یک خیابان شد به نام آن فقید. خب تا اینجا نکته هایی که تقریبا جنبه تاریخی داشت و قبلا هم من به زبان نثر و به عبارت با شما در میان نهاده بودم. حالا پاره نکاتی که نکات تحلیلی که من در این زمینه آورده ام به شعر تا بعد به شرح هم بپردازم. دین پی آبادی آمد نی خراب، ورنه دین حق کجا و انقلاب. رو تو دین خفته را بیدار کن، بهر حق کن نز پی پیکار کن. این عصا از بهر کور آمد نخست، تا نیفتد در وحل اون پای سست. وحل یعنی گل. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای ضریر. انقلاب ار هست آن در جان بود، ورنه دین و ملک از آن ویران شود. وای بر اون حاکم نامستطاب، کو بنگذارد رهی جز انقلاب. تا که دین در دست روحانیت است، انقلابش عین ظلمانیت است. هین بیفشان دامن جان زین غبار، سالکی آزاده باش و کامکار. فکر دیگر کن گرت مغزار زوست، نزد اینان می نیابی غیر پوست. حالا مایلم به این دو سه بیت هم توجه کنید و به پایان می رسیم. دین وسیلت نیست، بل خود غایت است. غایتی در خورد انسانیت است. ساختند این قوم از شرع نبی، مکسبی و مرکبی و منصبی. کاسبانند این فقیهان سمین، کاسبان دین خیر المرسلین. عاشقان را مذهب و ملت خداست، کاسبان را خوی و خصلت چون گداست. عاشقان را بخشش و دوشش خوش است، کاسبان را سود بی کوشش خوش است. پختگی کم خواه از این قوم خام، ناقصان سرمدی تمل کلام. بسیار خوب، این آغاز کلام ما بود، ولی نکته های مهمی رو که من میخواستم با شما در میان بگذارم پیشا پیش در این ابیات آوردم. یکی از اون نکته ها همین بیت بود که به او اشاره ویژه کردم. دین وسیلت نیست، بل خود غایت است. غایتی در خورد انسانیت است. این حرف یعنی چی؟ این ادعا به چه معناست؟ و من دقیقاً به چه منظور این نکته رو در اینجا آوردم؟ جواب چه سؤالی رو میدهم و در مقام باز کردن کدام گره هستم از گره های سیاسی و دینشناسانه‌ای که ما امروز با او طرفی؟ خب من مقدمتا آوردم که اگر چیزی رو در جای خود و در راه و مصرف خود به کار ببریم، ابزارنگاری نیست، مذموم هم نیست. اما اگر چیزی رو در غیر مصرف اصلی، غیر فونکسیون واقعیش به کار ببریم، اونگاه البته کار ناسوابی کردیم. و مثلا مرحوم شایگان دیگران رو میتوان اینچنین قرائت کرد که گویا دین به دست انقلابیون که افتاد، از هر طایفه، چه روحانیت چه غیر روحانیت، اینا به هر حال استفاده ابزاری از دین کردن،
استفاده ابزاری ناروا و ناشایست و او رو به راهی کشوندن که راه اصلی او نبود. این همون چیزیش که ما باید دربارش بیاندیشیم. یعنی ببینیم که واقعاً دین برای چیست؟ بهترین مصرفش کجاست؟ تا ما او رو در اونجا مصرف کنیم. ما با این سوال بسیار روبرو بوده ایم و هستیم و من هم کوشیدم در این گفتگوها به او بپردازم که آیا ما حکومت دینی داریم یا نداریم. خب طرفی هایی داریم که اثبات این امر میکنن، دیگرانی هستن که نفی میکنن و هر دو هم حجت هایی برای خودشون میآورن و از این مقولات بسیار داریم. خب راه حل مسئله چیست؟ ما تا قیامت باید یک طرف رو بگیریم یا بگیم باری ما حکومت دینی داریم یا نه حکومت دینی نداریم، یا شاید پشت سر این مطلب باید بریم، یعنی از نقطه های جلوتری آغاز کنیم که بر یک زمین استوارتری قرار داشته باشیم و داوری کنیم. جلوتر از اینا بحث بر همین است که انتظار ما از دین چیه، اصلا برای چی اومده، ما اصلا چرا رفتیم دیندار شدیم، از دین چی میخواستیم، چه کم داشتیم، چه چیزی رو نداشتیم که در دین جستجو میکنیم. اگر چیزی رو داریم یا جوامع دارند یا عقل بشری به اون میتونه برسه، خب در این صورت ما حاجتی نداریم که کسی بیاد اونا رو دوباره به ما بیاموزد، دوباره از ما بطلبد. پیشاپیش داریم و احساس احتیاج نمی کنیم. یک چیزهایی باید باشه که دین به ما میدهد. اصل مطلب اینجاست که ما خودمون به اونها نمیتونیم برسیم. خودمون. وقتی هم که میگم خودمون یعنی عقل ما به اونها نمیرسن. وقتی هم که میگم عقل ما نمیرسه یعنی عقل جمعی ما نمیرسن. ممکنه عقل شخص بنده نرسه، کمان که به خیلی چیزا نمیرسه و هر شخصی و فردی انفرادن، اما خب با روی هم ریختن عقول و کنار هم نشستن آدمیان و تجربه تاریخی میتوانن اونها رو دریابند و کشف کنن، مثل همه اون که از دستاوردهای بشری ما میشناسیم و دیده، مثل علم، مثل طب، مثل تکنولوژی و غیره. خب به تدریج آدمان اینها رو یافتن. لذا اگر کسی بیاد به ما بگه که من یه دینی میخوام به شما نشان بدهم که به شما فیزیک یا ریاضی بیاموزه، ما احساس احتیاج نمی کنیم، ما نمیخوایم، ما این رو داریم. نداشته باشیم هم با کوشش خودمون به اون میرسیم. او باید، یعنی دین باید یک کالایی رو به ما معرفی بکنه که عقول آدمیان، عقول جمعی آدمیان، عقول تاریخی آدمیان و کوشش های دست جمعیشون نتواند به او برسد. این اونجاست که ما میتونیم دین رو وارد عرصه کنیم، یعنی واقعا به منزله یک کالا، کالا که هیچ، یک سرمایه معرفی کنیم. در غیر این صورت راهش هست که خواهد بود و رقبا خیلی زود از او جلو خواهند زد و راه رو به سوی جلو خواهند گشود و او رو عقب خواهند نهاد. حالا همین هایی که من گفتم در واقع جزء دغدغه های اصلاح طلبان دینی هم هست. یعنی دقیقاً سوال مرکزی و محوریشون همین است که ما این سرمایه الهی و آسمانی رو کجا باید مصرف کنیم که جای اصلی و واقعی او باشه و عقب نمانیم، یعنی دیگران از ما پیشتر نروند بلکه همواره محتاج بمانند و احساس و توهم استغنا نکنند. نکته این است. ببینید شما دین رو اگر برای انقلاب یا برای هر چیز دیگری تعریف کنید، چنین نقشی به دوش او بگذارید، مطمئن باشید که دیگران از شما سبق میبرند، یعنی از شما جلو خواهند زد. من تجربه مجاهدین خلق قبل از انقلاب رو به خوبی پیش چشم دارم. در اون موقع و پس از انقلاب تا اونجا که من توانستم نوشته های اینها رو خوندم. پاره از بزرگان این قوم هم که قبل از انقلاب از دوستان ما بودند و ما اونها رو می شناختیم، تا وقتی هم که امکان داشت با اونها گفتگو می کردیم و خب من مرام و مقصد و مشرب اونها رو فکر می کنم که می دانم و تا حدود زیادی می شناسم. خب چرا یک انشعابی در سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاد در سال 1354 که یک احساس بسیار تلخی به متدینین دست داد؟ برای اینکه تا اون سال
و قبل از اون انشاب کذایی خیلی از اهل دیانت، از بازاری ها به جد از این طایفه دفاع میکردن، پول میدادن، پناه به اونها میدادن، خطر میکردن و همراهی میکردن. اما پس از اون انشعاب البته همه اینها قطع شد. خب اون انشعاب چرا رخ داد؟ شما اگر اون بیانیه مفصلی که اونها در همون سال 54 بیرون دادن خوانده باشید، در اونجا صریحا میگن که به کمک اسلام انقلاب نمیتوان کرد و ما حتی اگر یک تفنگ زنگ زده ای به نام مارکسیسم رو در اختیار داشته باشیم، با این تفنگ کاری میتونیم بکنیم که با اسلام نمیتونیم بکنیم. اینا در واقع احساس کردن که دین اگر بخواهد خرج انقلاب بشه، یا اگر بخواهد به راهی کشانده شود که از دل او انقلاب بیرون بیاد، لنگ میزنه و در این راه نمیتواند بتازد. تازندگان دیگری هستند که از او سریعتر حرکت میکنند و بنابراین آمدند و رسماً اعلام تغییر مواضع کردند و به جانب دیگری روانه شدند. بقیه داستان دیگه که بسیار پایان تلخی داشت قبل از انقلاب و پس از انقلاب، در جای دیگری باید گفته شود که گفته شده است. خب من فکر میکنم که این ماجرا، یعنی اون اتفاقی که در اون سازمان افتاد، بدون اینکه به جوانب سیاسی و چریکی و غیرش کار داشته باشیم، همچنان به منزله یک سوال فرده برجاست. اگر شما باری بر دوش دین بنهید که نتواند اون بار رو بکشد، روزی روزگاری بالاخره این بار رو بر زمین خواهد نهاد و برنده اون کسی است که زود این رو دریابد و بار رو بردارد و به دوش بگیرد و به پیش بتازد، یعنی جلوتر از اون مرکب لنگان بتواند خودش رو به مقصد برسد. این یک ماجرای مهمی است، بنابراین خیلی باید مراقب بود و این به دلیل شفقت بر دین است، به دلیل شفقت بر دینداران است که نباید بار زیاد بر دوش دین نهاد و اون رو باید سبک بار کرد تا به کار بیاید. وقتی سنگین بار شد حرکت نمی کنه، به کار نمیاد، باری رو نمی کشه و به مقصد هم نمی رساند. این فوق‌العاده مهمه. این دقیقاً انتظار حد اقلی از دین است که من همیشه درباره او سخن گفتم. انتظار حد اکثری از دین داشتن به نفی دیانت و به پشت کردن به دیانت منتهی خواهد شد و این تجربه رو ما پیش چشم خودمون داشته. خب شما میگویید که خب پس چطور با دین انقلاب کردن؟ خیلی خب، ما نمیگیم که این کار رو نمیشه کرد. از انگیزه های مردم، از غیرت دینی مردم، از تعصب دینی مردم میشه استفاده کرد و کردن، اما دستاورد او چه بود؟ چون فقط به مقام و به موقعیت ویرانگری نباید اندیشید، به پس از ویرانگری نوبت ساختن که میرسه باید فکر کرد. اونجاست که ما تهیدستی دیانت، یعنی روحانیت، در اینجا وقتی میگم دیانت دیگه باید بگم روحانیت، تهیدستی روحانیت شما دید. روحانیتی که تا صدر و تا رهبری انقلاب بالا رفت، اما پس از اون واقعا تهیدستی خودش رو نشون داد، یعنی نشان داد که روی این دین هیچ کار نکرد، این دین آمادگی برای ساختن دنیا ندارد و لذا دست دراز کردن به از این سو و از اون سو وام کردن و فقط نام دینی بر اونها نهادن، لفافه دینی بر اونها پوشاندن که یک کار کاملا ابزار انگارانه یه ناسوابی بود و رابطه دین و قدرت رو پاک آشوبیده، آشفته کرد، یعنی چنان گلالود کرد که امروز برای ما تحلیل کردن و داوری و آنالیز کردن خیلی سخت‌تر از گذشته شد. من خودم این رو بعد اینجا عرض بکنم، تا مدتی این سخن رو می گفتم اگر با دین می توان انقلاب کرد، آنگاه با دین می توان دموکراسی هم آورد. یعنی اگر چنین ابزار تیزی در اختیار ماست، یک چنین قدرت بزرگی در اختیار ماست و ما این رو یه روزی خرج انقلاب کردیم و پیروز هم برآمدیم، چرا امروز نتوانیم
این مرکب رو سرش رو بگردانیم و به سوی مقصد دموکراسی بتازیم. چرا این استفاده رو نکنیم؟ اگر اون روز اون بار انقلاب رو بر دوش او نهادیم، امروز چرا بار دموکراسی رو بر؟ خب من امروز خوب میفهمم که اون موقع من ابزارنگارانه به دین نظر میکردم، یعنی فکر میکردم که این دین رو به شیوه های مختلف و برای مقاصد مختلف میتوان خرج کرد، میتوان به کار گرفت. و دقیقا در بن ذهن من این بود که باری ما مقاصدی داریم که این مقاصد رو نیکو میپنداریم، انصافا نزد خودمون نیکو میپنداریم، هیچ قصد سوئی هم نداریم. بعد اینجا نگاه میکنیم، اونجا نگاه میکنیم، میبینیم که وسیله یا قدرتی بهتری هم از دین در اختیار نداریم. و اینکه یک جا امتحان خودش رو خوب داده، یعنی انقلاب به پا کرده، در جای دیگه هم شاید بتواند همین انقلاب رو خوب، همین امتحان رو خوب پس بدهد و از دل او بتوانیم دموکراسی بیرون بیاد. من البته اینجوری فکر نمی کنم و به هیچ وجه این چنین فکر نمی کنم. و این بیتی که برای شما خوندم که دین وسیلت نیست بل خود غایت است، غایتی در خورد انسانیت است، این محصول تجربه و درک تازه بند است که اصلا اون دین ماهیتش حقیقتش چنان نیست که به خاطر چیز دیگری به کار گرفته شود. خودش غایت است، یعنی ما او رو برای خودش میخوایم، نه برای اینکه از دل او به کمک او به وسیله او به یک منظور دیگری دست پیدا بکنیم. این اصلا از بیخ و بن این طرز فکر ناسواب است. آیا چیزایی هستن تو این دنیا که خودشون برای خودشون غایت باشن، وسیله نباشن، مطلوب به ذات باشن؟ بله بسیارن، از سطوح پایین تا سطوح بالا. این یک چیز عجیب و غریبی نیست. شما نگاه کنید سلامتی مثلا، تندرستی. خب تندرستی به خودی خود مطلوب ماست. بله ما تندرست اگر باشیم توانا هم میشویم، بسیاری از کارهایی رو هم که در بیماری نمیتونیم بکنیم اونگاه خواهیم توانست کرد، اصلا دنبال شغل و کارمون بریم و بسی کارهای دیگه. ولی ما سلامتی رو برای اون نمیخوایم، سلامتی رو برای خودش میخوایم. اما ضمناً ما رو توانا میکند که کارهای دیگر رو هم بکنیم. به قول مولانا، هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع میآیدش. مثال دیگه بزنم، انسان خوب بودن. یک انسان خوب، انسان پارسا و پاکیزه بودن خودش مطلوب به ذاته. ما نمیخوایم انسان خوبی باشیم تا مردم تعریفمون کنن، این که خیلی بده. ما نمیخوایم انسان خوبی باشیم تا غرور ما رو فرا بگیره که ما نیکیم. گفت خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. ما نمیخوایم انسان نیکی باشیم تا بتوانیم به دیگران کمک کنیم. نه، ما نیکی رو برای خودش میخواییم. اما البته اگر انسان نیک بودیم، انسان پارسا بودیم، انسان بودیم واقعا، البته برای دیگران هم دلسوزی میکنیم. این اصلا بخشی از تعریف نیکیست. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آدمی نیست وقتی که کسی به فکر دیگرانه. این بخشی از تعریف او. بعد شما میگید که خب آدم میخواد آدمی باشه، انسان باشه، برای چی؟ میگم برای هیچی، برای همین که انسانیت، انسان بودن خودش مطلوب به ذات است، خودش فی نفسه غایت است. نه به خاطر اینکه ما این انسان خوب رو، اینکه انسان واقعی رو به یه کاری بگماریم. البته چنین کسی رو به هر کاری بگمارید خوب از آب در میاد. یا بالاتر بریم، خوشبختی مثلا. ما هممون طالب خوشبختی هستیم، زبان عربی طالب سعادت هست. و برای چی؟ هیچی، برای خود سعادت، برای خود سعادت. ما نمیخوایم دیگه از سعادت چیز دیگری که بهتر و بالاتر از اوست در بیاریم. خود سعادت مطلوب ماست. و از این مثال ها فراوان میتوان زد در زندگی. البته بعضی ها مطلوب ها مطلوب های نازل تری هستن، بعضی ها هم خیلی عالی ترن. حالا شما به وارد حریم و عرصه دینی هم بشید، خود قرب خداوند، تقرب به خدا، بنده نیک خدا بودن، چرا
چرا نداره؟ خودش فی نفسه مطلوب یک انسان دینی است، میخواد یک عبد صالح خداوند باشه، تمام، فراتر از این وجود نداره برای او. بله این عبد صالح هر کاری هم که از او ریزش میکنه نیکوست و ما چنین انتظاری هم از او داریم. پس ببینید عجب نیست اگر چیزی وسیله نباشه و غایت باشه. من میخوام بگم شاید ما راه رو غلط کردیم، ما خطا رفتیم، کجراهه رفتیم از وقتی که پنداشتیم که دیانت برای چیز دیگری است. حالا این برای چیز دیگر میخواد دموکراسی باشه، میخواد اقتصاد باشه، میخواد انقلاب باشه، میخواد توسعه باشه، میخواد رفاه دنیوی باشه، هر چیزی از این قبیل. ما فکر کردیم این رو برداریم خرج اون منظور کنیم، برداریم خرج اون منظور کنیم. امروز اگه این چیزمون کمه، مردم رو به نام دین به اون سو بکشانیم، فردا به سوی دیگری بکشانیم. حتی اگر این مقاصد نیک باشه، من در نیک و بدیش الان سخنی نمیگم، حتی اگر این مقاصد نیک باشه، استفاده از دین و البته اکنون نظر من اسلامه، ولی این رو من میتونم توسعه بدم به ادیان دیگر، ولی فعلا اونها بیرون از دایره بحث ما، استفاده از دین کار نامجاز و ناسوامی. دو دلیل هم هست. دلیل کوچکترش این استش که این استفاده کردن به دست کسانی خواهد افتاد که این رو به منزله ابزار برمیگیرن، همون کسانی که من نامشون رو ارتزاق کنندگان از راه دین مینامم که اسم روشنترشون هم روحانیت هست، و اینها که این منصب رو یا این مرکب رو یا این مکسب رو به دست میگیرن، اونگاه بر صدر می نشینن و دیگران رو خواه ناخواه بندگان و بردگان و زیردستان خود خواهند کرد. اینجا که من گفتم که این قوم ساختند، این قوم از شرع نبی مرکبی و مکسبی و منصبی، این دقیقا این سه لغتی رو که به کار بردم منظور داشتم. این اگر ابزاری بشه یا مکسب میشه یا منصب میشه یا مرکب میشه، یا سوارش میشن یا هر ستا با هم، یا منصب و قدرت از او پیدا میکنن و یا مکسب و ثروت و کاسبی و ارتزاق. همه اینها اون وقتش در دست همگان که قرار نمیگیره، در دست یک طایفه خاصی قرار میگیره که راکبان این مرکب و کاسبان این مکسب خواهند شد و شاغلان این منصب، و در این صورت یک دوگانگی در جامعه پدید خواهد آمد. کسانی که واجد این مقامات و این مکسب و مرکب هستند و خودشون رو اولای به او میدانند در تصاحب و تملک این مرکب و مکسب و منصب، و دیگرانی که در سوی دیگر نشستند و باید به دست اونها نگاه کنند و فرمانبردار اونها باشند، چرا که اونها ادعا میکنند که به این ماهیت این مکسب و مرکب و منصب واقفترند و عالمترند و امتیازات بیشتری دارند و دیگران ناگزیر باید دنبال رو اونا باشند. این دلیل کوچکتر امره که البته به لحاظ اجتماعی سیاسی به هیچ وجه کوچک نیست، فوق‌العاده هم مهم، اما به لحاظ دین شناسی دلیل مهمتر این است که این اصلا منافات با ماهیت دین داره. من بیشتر سخنم در اینجاست. اصلا دیانت چه اشکالی داره، چه کم دارد اگر غایت باشه، اگر مطلوب فی نفسه باشه؟ دقیقا مساوی است با انسان نیک بودن. انسان نیک بودن چه کم دارد که ما بخوایم یک بار تازه یا یک نقش تازه هم به عهده او بسپاریم؟ خودش فی نفسه نیکوست، مفتخر است به این چنین بودن. یک انسان دیندار، ما اینجا حالا از دین حقیقی سخن میگیم، از دین راستین، از دینی که کسی او رو راستین میپنداره، وقتی که وارد حوزه و حریم اون دین میشه، حقیقتا یک هویت تازه پیدا میکنه و به این هویت تازه دلخوش است. من کسانی که کانورت بودن، یعنی دینش رو عوض کردن، در اونها این رو خیلی دیدم و آزمودم. من اصلا به این پدیده خیلی توجه دارم، خیلی علاقه دارم.
کسانی که دینشون رو عوض کردن به هر دلیلی از اسلام به ادیان دیگه، از ادیان دیگه به اسلام، تا توانستم هر جا کسی رو دیدم سخن گفتم. در آلمان که بودم دانشگاه هامبورگ، چند تا از شاگردان من واقعا عموما هم خانم ها بودن، اینا خودشون تو کلاس اظهار می‌داشتن که اینا مسلمان شدن و من قصه های اینا رو از اینا می‌پرسیدم که چه شد و از کجا اینا کسب انگیزه کردن و قدم در این طریق جدید نهادن. هر کدوم البته قصه ای داشتن و از مقدماتی شروع شده بود تا به اونجا رسیده بودن، اما همشون این احساس رو داشتن که یه آدم دیگه شدن. این یه آدم دیگه شدن خیلی مسئله مهم بود و این خودش اصلا مطلوبه. من میخوام یه کسی بشم که به خودم که نگاه میکنم خودم رو بپسندم، قبول داشته باشم و بدانم که راه رو غلط نرفتم، غرض از خلقت خودم رو دریافتم، در جای خودم نشستم. تا کنون گویی که من ناآرام بودم، دچار قلقله و بلبله بودم به قول عرب ها، و این سو و اون سو، الان متمکن در جای خودم شدم و اون شدم که باید باشم و این بیشترین لذت رو به من میده. من انسان شدم، من خودم شدم، به خودم بازگشتم. ببینید دیانت همینه، یعنی به نظر حقیر بنده یک چنین وضعیت روحی و روانی به آدمی میبخشه و در دل دین جا میگیره، نه اینکه این دین باری روی دوش او میشه یا ابزاری در دست او میشه، مثل یک چیزی که میخواد زمین رو شخم بزنه یا مثل یک باری که باید به مقصد برسه. خود آدم میشه و این خود آدم اونگاه کارهایی میکنه که البته کار دیندارانه است، کارهای نیکوست، نه اینکه یک کسی ولو اینکه حالا چندون اعتقادم نداره بگه بله با این دین میشه این کارو کرد، میشه انقلاب کرد، میشه شلوغ کرد، میشه چنین کرد، میشه چنان کرد. این بدترین نوع دینداری است، بدترین نوع استفاده از دینه، بدترین نوع اپروچ به دینه و نگاه به دینه. این رو باید ترک کرد. به نظر من نکته‌ای که ما تا کنون دربارش خوب نیندیشیدیم، این رسیدم بنده خوب نیندیشیدم و اکنون بهتر میفهمم، این است که دین وسیلت نیست بل خود غایت است، غایتی در خورد انسانیت است. آدمی با دین خودش یکی میشه، این خیلی مهمه. وقتی بوتا شد بعد اون میشه ابزار و من میشوم به کارگیرنده ابزار، اون میشه آلت من میشوم صاحب آلت، و همچنین این یه دیالکتیکی هم بین ما برقرار میشه. اما وقتی که شما یکی شدید، درست مثل وقتی که خودتون با خودتون یکی شدید، با اندیشه هاتون یکی شدید، با دوستتون یکی شدید، وقتی که دوستتون رو به منزله ابزار به کار نمیبرید، نفس این دوستی برای شما عین مطلوب شماست. دینداری واقعی وقتی است که این حالت بین آدمی و ایمان او رخ بدهد. یه همون جایی است که یه عده‌ای فرق بین اعتقاد و ایمان میگذارد. اعتقاد افکاری است که ذهن شما، این افکار هر چه که باشه باشه شما فاصله داره، مثل علم شما، مثل فلسفه ایست که میخونید. شما میتوانید خیلی چیزای خوب بلد باشید اما خودتون در عمل آدم خوبی نباشید. این معناش این هستش که اون دانش شما با اون وجود واقعی و شخصیت شما فاصله داره. شما در عمل یه چیزی، اما وقتی حرف میزنید یا مثلا به این معلومات ذهنیتون مراجعه میکنه اون یه چیز دیگه میگه. ولی ایمان همونیست که با شما یکیه، یعنی یه دوتا ما نداریم، همون ایمان تبدیل میکند شما رو به یک شخصیت مؤمن و اون شخصیت مؤمن دیگه حرف و عملش دوتا نیست، این دوتا کاملا منطبق بر یک دیگرن. دیگه به دین به منزله یک امر ابزاری نگاه نمیکنه، دینداری میکند در جامعه، همون که به مقتضای حال او و ایمان اوست دینداری میکند. نه اینکه بیایم و افراد رو برانگیزیم که آی دیندارا شما به نام دین چنین بکنید چنان بکنید. ما از دین میخواهیم که دینداران خوبی بسازه و دینداران خوب
هر کاری که میکنن خوبه، به دلیل اینکه دینشون رو ابزار و وسیله نمیکنن. خود به خود یک انسان دیندار راست، خود به خود خیانت به دیگران نمیکنه، خود به خود پا بر حقوق کسی نمیگذارد، خود به خود طالب قدرت ناروا و ناشایست نیست و بسیاری چیزهای دیگه. این همونیست که در واقع ما قبلا هم به یه نام دیگری میگفتیم که دین در حقیقت برای نشان دادن راه آخرت است. و این حرف تازه‌ای نیست که بنده میزنم، همه گذشتگان همین حرف رو زدن، همه گذشتگان. من میتونم به شما نشون بدم غیر از این نگفتم. امروز این سخن بعید به نظر میاد. چرا؟ چون یه عده دین رو برای رفاه دنیوی به کار گرفتن. اون موقع وقتی که ما میگیم یک وسیله است برای آخرت، این وسیله که نه، اصلا عین راه آخرته، این به گوشها قریب میاد. عجب، شما دین میخواید دنیا بیرون بکنید، شما میخواید دنبال تصوف میرید، دنبال عرفان دارید میرید، موشگیری از خلق رو دارید بیاد من. نه، همون که در دیانت هست همون، اگر میگه در دنیا کوشا باشید، کار کنید، شخص دیندار کار میکنه، اگرم بگه بنشینه سر جاتون میشینه سر جاش، ولی برای دین این کار رو میکنه، برای این که دینداری از او این رو طلب میکنه، نه اینکه ایمانش ضعیف باشه، اعتقادش هم نارسا باشه، بعد این رو به کار دیگری بگیر. شما نگاه کنید، مثال هایی که کسانی مثل آقای شایبان می زدن این بودش که دین اگر بیدار بشه، اژدهای خفته بیدار شد. اژدهای خفته فقط دیسترکشن، فقط نابودی و تخریب از او برمیاد. نمونه هاش داعش، همین مثال ها رو می زدن، داعش، القاعده، طالبان، دیگران. شما ببینید اینا جز خراب کردن، جز خون ریختن، جز کشتن، جز ویرانی کار دیگه بلد نیست. من اتفاقا میخوام همین رو بگم. بعد هم خیلی ها آمدن و متاسفانه این منطق رو تقویت کردن، گفتن بله دیگه، ببینید همین داعشی ها، اینا همین دینیست که امروز زنده شده، اژدهای خفته است که بیدار شده، بهتر از این نمیشه. حتی بعضی ها حکومت ایران رو مثال زدن و گفتن که این همه قتل و خونریزی و این همه زندانیان سیاسی و این همه شکنجه، اینا در اثر بیدار شدن دین است. و اگر دین خفته بود، این آشوب ها، این مظالم و این مفاسد پدید نمی آمد. حالا داوری های خاصی ما در این زمینه گفتم وارد سیاست روزمره نمیشیم، ولی من میخوام بگم این داعشی ها و این طالبان، اینا اتفاقا افرادی بودن که دین ابزاری داشتن. دین ابزاری به این معنایی که من الان میخوام بگم، بیشتر اینا اتفاقا بسیار نسبت به دین جاهل بودن. اینا اصلا نمیدونستن چیه، درست چون نمیدونستن چیه به صورت ابزار به کار گرفتنش. اگر میدونستن از او ابزار نمیساختن. مشکل کار ما اتفاقا همینه که کسانی که بی اعتقادن، این کسانی که سوار هواپیما ها شدن و به اون برج های دوگانه زدن، اینا وقتی که بیرون آمد سر گذشت اینها و کارنامشون، معلوم شد که اینا اصلا کمترین اطلاعی از دیانت نداشتن. اینا اسلام فور دامیز از این کتاب ها میخوندن وقتی که رفتن اتاقاشون رو گشتن. من حرفم اینه اتفاقا، اینا که نمیشناسن، انتظار درستشون رو از دیانت تعریف نکردن، درست در جای غلط رو به کار میبرن، درست در جای غلط به کار میبرن و موجب همه این فسادها و خرابیها هم میشن. پس ببینید، من همه سخنم در اینجا این است. در نسبت دین و قدرت، ما اول باید ببینیم که ما از دین چه انتظاری داریم. انتظار ما از دین اگر این باشد که یک مقاصدی رو تعریف کنیم و بعد این رو برای اون مقاصد به کار بگیریم، گمان میکنم که راه رو خطا میره. اما نظری که من اینجا عرض کردم این بود، دین مقصد خود دین است. به تعبیر معرفای ما گفتن ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم. اونا در مورد خداوند این رو میگفتن، گفتن غایت اعمال ما این است که به خدا برسیم.
و از خدا چیز دیگه هم نمیخوایم، حتی دعا هم نمیکنیم، خودشو فقط میخوایم. ما از دوست غیر از دوست مقصدی نمیخوایم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزان. خب من فکر میکنم عین این مطلب نسبت به ایمان و نسبت به دیانت صادق است. ما خودش رو میخوایم برای خودش و خودش فی نفسه مطلوب. حالا این آیا امر اصلاح دینی رو تعطیل میکنه؟ اصلا و ابدا. تمام مطلب همین است که حالا که ما دین رو برای خودش میخوایم، خودش رو باید خوب بشناسیم. اگر خرافاتی وارد شده باید بپیراییم. اگر سوء برداشت و اینترپریتیشن های غلطی از او شده، اونها رو باید بزناییم. این یک کوشش دائمه. هیچ اصلاح دینی در اینجا تعطیل نشده و به یه کار خودش نرفته، دقیقا به کار گرفته می شود. چون ما داریم در اینجا یک مطلوب به ذات رو تعریف می کنیم، یک مطلوب به ذات رو تعریف می کنیم. این مطلوب به ذات باید هرچی بهتر و پاکیزه تر و پوسکنده تر شناخته بشه. تا وقتی که به او دل می بندیم به منزله یک معشوق، زندگیمون رو بلکه هویتمون رو با او تعریف می کنیم، این بدانیم که چه کرده ایم. ببینید، من همیشه به یاد اولین شعار پیامبر اسلام علیه السلام می افتم. شعارشون چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این یعنی همین، بگید لا اله الا الله که فلاح شما در اون، یعنی خودش رو برای خودش بخواد. چون آدمی فلاح رو برای فلاح میخواد دیگه، یعنی سعادت رو برای سعادت میخواد. ایشون هیچ وقت نیومدن بگن که این رو بخواهید برای اینکه فلان امر دنیویتون رو مثلا سامان خواهد داد. سامان خواهد داد به صورت یک نتیجه، به صورت یک پیامد، ولی شما خودش رو برای خودش بخواهید، برای خودش خواستنیست. مطلب اینه، خودش خواستنیست، پسندیدنیست، زیباست و نیکی‌های عالم در او به ودیعت نهاده شده، خداوند ساخته، پیامبر پدید آورده. از دست کی میخواید چیزی رو بگیرید که از این پدید آورندگان بهتر و با کمالتر باشد؟ مطلب این بود. البته خب اثر خودش رو هم گذاشت در جامعه. حالا یکی از نکاتی که از نوبت قبل ماند و ما پاسخش رو ندادیم، این نوبت هم تقریبا فرصت ما منقضیست و به اون نمیرسیم، همین دین چیست بود که حالا من در مقام بیان مبسوطش نیستم، ولی اینکه در دین قدرت هست یا نیست. خب این رو من چند بار اینجا گفتم که دین به لحاظ اجتماعی اقتدار است، دین به لحاظ فردی و ایمانی همون مطلوب به ذاتی است که هر دینداری دارد و میپندارد با دیندار شدن یه آدم خوب میشه، انسان میشه اصلا. و این خوبه دیگه، این خودش خوبی خود خوب است و هیچ لازم نیست دنبال چیز دیگه بگن. حالا فرض کنیم که این آدمیان خوب، بعضیا خیلی خوب، بعضیا کمتر خوب، بعضیا بیشتر خوب، اینا دور هم جمع شدن و یه جامعه ای ساختن. خب این یه قدرتی پدید میاد دیگه، همچنان که در زمان خود پیامبر بریم، با این قدرت چه کار میشه کرد؟ یا این که نه، با این قدرت چه کار میشه کرد؟ سوال رو اینجوری نکنیم. این قدرت چه کارایی ازش برمیاد تو این عالم؟ یا به تعبیر دیگه، از این قدرت چگونه باید محافظت کرد که آلوده نشه و ابزار دست کاسبکاران نشه، مرکبی نشود، منصبی نشود، مکسبی نشود؟ مطلب اینه. چون ببینید این قدرت لامحاله قدرت هست و از قدرت خیلی کارا برمیاد، درست مثل ثروت. وقتی که ثروت انبوه یک جا جمع شد، این بالقوه یک قدرتی است، با این خیلی کارا میشه کرد. دزد به این میتونه بزنه، آدم قاچاقچی میتونه به اینا رو بدوزه و خرج مقاصد ناروای خودش بکنه و میتواند البته کارهای نیکم از دل او برآید، میان محتاجان تقسیم بشه و بسیاری چیزهای دیگه. وقتی که یک قدرت متجمع و متراکمی در یک جایی وجود داره که البته باید هم در پالایش او کوشید، فقط پالایش، در حراست او باید کوشید که این قدرت
مصرف و خرج یک اهداف دیگری غیر از خودش و فراتر از خودش نشود. این یک پروژه بزرگ است در اینجا که اولا این قدرت آلوده بشود، ثانیا مطلوب بباند و مرکب اقوام و اشخاص دیگری نشود. اما وقتی که وارد درونه این مکتب و این مذهب میشیم که خودش در درون با قدرت چه نسبتی داره، به تعبیری دیگه اگر ما به رفتار پیغمبر نظر بکنیم، ببینیم که پیامبر اسلام نسبتش با قدرت، با قدرت سیاسی و با قدرت دینی چه بوده و دلش میخواسته که این قدرت چگونه سیر کند در تاریخ، آیا دلش میخواسته که مرکبی قرار بگیره برای پاره اهداف دیگه یا منظور دیگری از این مجموعه داشته، و اون موقع یک سؤال فربهتری در مقابل ما نهاده میشود که همراه با سخنان و مسائل دیگر انشاءالله به نوبت‌های بعد میسپاریم. عمده دغدغه من امروز و در بحث کنونیمون این بود که من قدری این ذهنیت استفاده ابزاری از دین رو به هر معنا که هست بزدایم و دست کم تشریح کنم که یک فکر آلترناتیوی هم در اینجا وجود داره. من آلترناتیو این است که اصلا چیزی رو برای خودش بخواهیم و از او هیچ چیز دیگری نخواهیم. این گفتم قریب به نظر میرسه، ولی برای اموری که به ذات نیکند این البته 100% مقبوله، اما اموری که به ذات نیکند به دلیل اینکه تاریخی میشن و آلوده میشن و مثل آب روانی که بسیار کسان بر سر او می نشینند و او را آلوده می کنند، احتیاج به تصفیه داره، احتیاج به پاکسازی داره. ببینید من نمی خواهم اینجا یک تقابلی رو خیلی بارز و برجسته بکنم، ولی فکر می کنم که اونایی که اندیشه می کنند و مقایسه می کنند خب براحتی در می یابند که این مشی بنده و این جهتگیری و موضع‌گیری بنده خب خیلی فاصله دارد با اون که مثلا مرحوم شریعتی میکرد که آشکارا معتقد بود، البته در اعتقاد صافی و خالص و زلالش من هیچ شکی ندارم که فقط به قصد خدمت به خلق مخترین مطلقا تردیدی ندارم، اما این فکر رو میکرد که ما باید دین رو به خاطر خدمت به خلق، به خاطر خیزش، ایجاد خیزش در جامعه، به خاطر ایجاد قسط و عدل ما باید دین رو زنده بکنیم. این به نظر من علارغم این که ظاهر بسیار زیبایی داره، ولی باطنی دارد که نهایتاً در ضدیت با ماهیت و حقیقت دیانت است و نهایتاً کار رو به اونجا می کشاند که خلاصه شما دین رو به دنبال خودتون بکشانید به جای اینکه دین شما رو به دنبال خودش بکشاند. یعنی نهایتاً همون که گفتم استفاده مرکبی از او بکنید، سوار بشوید تا به جایی برسید. با دین نباید کاری که با چیزهای دیگه میشه کرد کرد. ما با علم هم استفاده، از علم هم استفاده ابزاری میکنیم، از تکنولوژی هم استفاده ابزاری میکنیم. اتفاقا این تکنولوژی تو این روزگار به ما ذهنیت ابزار انگار داده. این تکنولوژی است، برای اینکه دیدیم عجب چیزی است تکنولوژی، ابزار بسیار مفید، مؤثر، کارگر و برا. این کم کم اصلا ذهن مهندسی به ما بخشیده، کم کم ذهن مصرف کننده به ما بخشیده و هر چیزی که نگاه میکنیم اول میگیم بشه درد میخوره. خیلی این مهمه، اینو فیلسوفان روزگار ما هم بیان کردن و بر او انگشت تأکید نهادن، گفتن اصلا نگاه تکنولوژیک همینه، نگاهی است که به جهان، به ماده به صورت مخزن نگاه میکنه، مخزنی از انرژی، مخزنی از مواد که باید به کار بگیریم. به اطراف خودش میبینه باد میوزه، میگه خب این چرا باد میوزد؟ من باید پروانه هایی بسازم از این باد انرژی بگیرم،
آب از آبشار فرو میریزه. چرا میریزه؟ من باید اونجا یه توربین هایی بذارم برق بگیرم. آفتاب چرا میتابه؟ من باید اینجا یک سطوح روی بام ها این پنل هایی رو به کار بذارم که این انرژی آفتابی رو به هیچ چیز رو به جای خودش نباید رها کرد که به طور طبیعی همچنان روان باشه. نه خیر، باید در استخدام ما بردیم، در استخدام. ایده استخدام، این ایده است که همیشه در بشر بوده. از گذشته های دور هم وقتی ما میگیدیم بالاخره فلز، پارچه، غیره استفاده میکردن، استخدام میکردن برای مصارف و منافع خودشون. اما امروز هزار 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 بار این تقویت شده، به طوری که آدمی اصلا تبدیل شده به نگاه ابزار بینانه به طبیعت و به جهان ماده. ما حتی قانع نیستیم به زمین خودمون، کم کم میخواییم عوالم دیگر هم تسخیر کنیم، کرات دیگر رو بلکه به کار ما بیار، بلکه اونا رو استخدام کنیم، در تسخیر خودمون بگیریم. خب این نگاه که گسترش یافته و عجیب گسترش یافته، متاسفانه روی عوالم انسانی و مخصوصا دین هم افتاده است. سایه نامیمونش بر روی دیانت هم افتاده است، به طوری که از دین چجوری میتونیم استفاده کنیم، چجوری میتونیم استخدامش بکنیم. من میخوام بگم که این فکر رو تا جلوی دین باید متوقف، تا قبل از او هر بلای سر بشر آورده این تفکر استخدام طبیعت و این پیشرفتن و مهار نهادن و در استخدام گرفتن نیروها و انرژی تا هر جا که پیش میریم بریم، اما به دیانت که میرسیم باید اینجوری فکر نکنیم. من فکر میکنم شما اگر به تاریخ دیانت مراجعه کنید، به نوشته های گذشتگان مراجعه بکنید، به علمای دین، به فیلسوفان، هیچ کدوم دین براشون این نبود که برای فلان چیز، خودش مطلوب، این واقعا مقفول واقع شده است. کمتر به این اندیشیدن. شما خود مولوی رو بخونید، وقتی که سخن از دیانت میگه، سخن از خدا میگه، سخن از ایمان میگه، از پارسایی میگه، از عرفان، این رو خودش رو برای خودش میخواد. ما رو هم دعوت میکند به اون عوالم برای اینکه خودشون اونقدر عالی و زیبا هستن که لازم نیست ما به چیزی پس از اونها و بیش از اونها بیندیشیم، یا اونا رو به کار بگیریم برای یه چیزی بهتر از اونها. چه چیزی بهتر از اونها وجود داره؟ دیانت چنین چیزیست و گذشتگان یکی بودن با او، یکی بودن. ما اکنون در دوران مدرنیته دوتا شدیم، جدا شدیم، و لذا میگیم من این طرف، اون طرف، و حالا ببینم که از اون که جدا از من است و غیر من است و باری به هر جهت ناخود است، خود من نیست، چگونه اون رو بیارم و وارد زندگی خودم بکنم. اینجاست که انسان میبینه که وارد حوزه شده است که جفای به دین میکنه. دیانت ایمان است، دیانت معرفت اندیش تفکر است. یک متفکر خود تفکر براش مطلوبیت داره، این تفکر به نتیجه برسه یا نرسه. یک تجربه اندیش خود تجربه دینی براش موضوعیت داره و همان است، نه اینکه به خاطر چیز دیگری. اصلا من این رو به شما بگم، وقتی ما نماز میخونیم، نماز میخونیم برای نماز. اگه شما نماز میخونید برای اینکه یکی دیگه نگاه کنه و از شما یاد بگیره، فقها میگن نمازتون باطله. و ببینید اتفاقا دقیقا همینطوره، دیانت رو برای خودش میخواد، نه برای اینکه یکی دیگه به ما نگاه کنه بگه چه دین خوبی دارید و چه دنیای خوبی دارید. اون میشه همون پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. آدمی که روی در مخلوقه، یعنی پارساییش رو خرج مخلوق میکنه، در واقع مثل اینکه پشت به قبله داره نماز میخونه، نمازش باطله، نمازش باطله. مواظب باشیم که نماز باطل نگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام آقای دکتر، من یه سوال ازتون داشتم. من این دفعه مقداری راستش کانفیوز شدم، چون اولی که جلسات شروع شده بود شما
خیلی اسپسیفای کردین که دین منظورتون از دین دین فردی و ایمانی نیست. منظورتون در کل این سلسله صحبت ها دین ارگانایز هست. و امروز در واقع تمام صحبتتون این بودش که دین دین ایمانیه و دین فردیه. و تو اون توضیحاتی قبلی هم که ما داشتیم مثلا در مورد پیامبر توضیح یک جلسه که در واقع شما کلش رو توضیح داده بودین این بود که مثلا همین مثالی که الان برای نماز زدین نماز و پیامبر جماعت خواستن یا حج رو گذاشتن و قضیه هویتی رو مطرح کردن و اصلا قضیه یعنی این نبوده که دین دین فردی باشه. اگر به پیامبر برگردیم اونجوریه، اگر به صحبتی قبلی هم برگردیم در واقع اینو میگفتیم که وقتی که دین اومد ناچار از اینه که بالاخره یه کسایی روحانیش میشن، یه کسایی میشن که توضیح بدن و از اونا نمیتونیم فرار بکنیم. من راستش یه مقداری حالا ممکنه که دفعه آینده قراره اینو توضیح بدیم چون در آخرش فرمودین که بالاخره این افراد دیندار با همدیگه یه قدرتی رو پدید میارن و حالا ما اینو باید نگه داریم و ازش محافظت بکنیم، ولی احساس کردم این دوتا با همدیگه الان یه کمی نمیخونه. اگر ما میخوایم دین رو اینجوری فردیش بکنیم که بگیم فقط راه آخرته و ایمانه، اون وقت به این یکی نمیخوره. نه ببینید، من دین فردی نکردم، دین فردی نیست، یعنی اصلا هیچ چیزی تو این عالم فردی نیست. شما سلامتی رو هم ممکنه فردی تعریف بکنه، این هر فردی به دنبال سلامت خودشه، ولی یه اجتماع از افراد سالم خب خیلی فرق داره با یه اجتماع از افراد بیمار. اینا یه کارایی میتونن بکنن، یه جامعه تشکیل میدن، اون یکی یه جامعه دیگر. یعنی همین که آدمی به طبع اجتماعی است، مدنی است، پولیتیکال به قول ارسطو، و یعنی همه با هم زندگی میکنیم، هر چی رو که فردی داریم به میدان میاریم، یعنی چیزی تنها و شخصی باقی نمیمونه مگر یه پاره‌هایی از اون مثلا فکرها و خیالاتی که در عمق ذهن آدمی است. ولی وقتی شخص میاد جامعه همه چیز خودش رو میاره، من جمله دیانتش رو، من جمله شخصیتش رو و غیره. لذا درسته که ایمان فردی است، یعنی رابطه هر کسی است با خدای خودش. درسته که شما نماز رو میتونید فرادا بخونید یا جماعت، حتی اگر فرادا هم بخونن. من دیدم تو ترکیه مساجدی که میدیدم مردم میان نمازشون رو فرادا میخونن، اما به قدری جمعیت زیاد بود واقعا شما فکر میارید نماز جماعت. منظورم اینه که یعنی کنار هم وقتی که قرار میگیره همون خاصیت اجتماعی داره. من هر دو جنبه مطلب رو در نظر دارم، یعنی شما در جامعه دینی نمیتونید ایمان فردی رو نادیده بگیرید، وقتی هم ایمان فردی رو بحث میکنید نمیتونید وجه اجتماعیش رو نادیده بگیرید. یعنی وقتی کنار هم قرار میگیرن افراد، این خود به خود میشه یه امر اجتماعی، و امر اجتماعی هم لوازم و پیامدهای خودش رو داره. یکیش همینه که ایجاد قدرت میکنه، و این قدرت هم دیگه خب برای خودش میتونه کارهایی رو صورت بده که در بی قدرتی نمیتوان صورت. لذا میخوام بگم اینا بینشون هیچ منافاتی نیست. یکی از پیامدهای خواسته یا ناخواسته اجتماع دینی، بله، پدید آمدن روحانیت. و این روحانیت رو من نوبت قبل هم یا در نوبت ما قبل اونو اینو عرض کردم که ما اگر بخوایم یه جامعه دینی سالم بسازیم، به نظر من تقریبا الگوی پروتستانتیسم الگوی خوبی است. یعنی روحانیت متمرکز سانترالیزه، یه پاپ در صدر نداره، میتواند روحانیان داشته باشه، یعنی عالمان دین. حالا توضیحشو قبلا هم دادیم، یه الگوی است تقریبا که میشه از او پیروی کرد، در حالی که وقتی که یک سانترالیزمی باشه، در اینجا سانترالیزم عقیدتی که از درون او تفسیر رسمی دین بیرون میاد، اون میتونه منشأ بسیاری از آفات بشه. و کما اینکه شده و ما هر جا هم که دیدیم، چه در مسیحیت و چه در اسلام سنی و شیعی، این آفات رو باش مواجه میمونه. بخش سوم سوال شما که پیامبر دنبال چی بود و ما اگر ایشان رو
دنبال کنیم از دلش چی بیرون میاد، اون ایشالا من بعداً بیشتر توضیح میدم در بارش. دینی که پیامبر آورد بله اجتماعی، این دلش میخواست که در جامعه به این دین عمل بشه و این نمیخواست که دین خیلی فردی باشه. این بالاخره مطلوب مؤسس و بنیانگذار این دیانت بود که خب بدیهی دینی بود که او آورد، او ساخت و دلش میخواست این چنین باشه و این هیچ منافات نداره با اینکه ما این دین رو به خاطر خود دین بخوایم، ایمانمون رو با خداوند، ایمان مطلوب به ذات بکنیم و چیزی رو فرای او و برای او خواستار نباشیم و غیره. اینا همش با هم قابل جمعه. اما اینکه پیامبر چه جور دینی رو میخواست، خب بله من قبلا هم گفته بودم که ایشون دین اجتماعی میخواست، روحانیت نمیخواست. این دیگه جزو مشخصات این دیانتی که ایشون معرفی کرده و کسانی که دین رو میخوان اونچنان که هست معرفی کنن یا از زوائد و از خرافات و از آلودگی ها پالایش کنن، باید بهتر نزدیک بشن به اونچه که مقصد شارع بودن و اون رو معرفی کنن و بعدم همچنان گفتم در حفاظت و حراست این جامعه دینی بکوشن که ابزار دست کاسبکاران نشن. با سلام خدمت آقای دکتر سروش و همگی و سپاس از برگزار کنندگان این جلسه. سوال من این بود که آیا دین اسلام به عنوان قوه محرکه و متحد کننده جمع کثیری از جامعه ایران در شروع این انقلاب و فروپاشیدن اون نظام پوشانی قبلی که اتفاق افتاد، اگر ما الان رول مهم دین رو کنار بگذاریم، آیا ما به طور کلی مسئله انقلاب رو در اون زمان زیر سوال نمیبریم؟ مرسی. ببینید مردم جامعه ما خوب دیندار بودند و به حکم دینداری کاری هم کردن. من در اون بحثی ندارم و همیشه هم میتوان در پیامدهای یک عمل اجتماعی بحث کرد که نیک بوده یا بد بوده و البته نیک و بدش رو به پای مسئولین اولیه هم نمیتوان نوشت، چون که بسیاری از پیامدهای اعمال که بعداً ظاهر میشه در ابتدا قابل پیشبینی و محاسبه نیست، خیلی کمش قابل محاسبه است، بیشترش بعدها ظاهر میشه و تاریخ به اصطلاح داوری میکنند، نشان میدهد در دل اون حادثه نخستین چه نفته بوده است که بعداً آشکار شده. این معنای داوری تاریخ. داوری تاریخ یعنی نهانی های یک حادثه را آشکار کردن. بعضی ها فکر میکنند داوری تاریخ اینه که یعنی آیندگان میان در مورد ما داوری میکنند. نه، داوری تاریخ یعنی اینکه حادثه که رخ میده و مثل یک غنچه نشکفته است، به تدریج و در طول زمان و به نحو تاریخی این غنچه باز میشه، گل میشه، عطر و بوی او پراکنده میشه و معلوم میشه که در ذات او چه نهفته بوده. خب انقلابا هم همینطورن و به تدریج که بست پیدا میکنن، اون درون مایه‌شون آشکارتر میشه و بر نسل‌های بعدی واقعا بهتر معلوم میشه که چه اتفاق. این از نقطه نظر اینکه انقلابی چی شد و داوری ما در هر دورانی که نسبت به او انجام بدیم همچنان یه داوری موقت است و آیندگان همیشه بهتر از نسل‌های قبلی میتونن داوری کنن، چون اون حادثه بست بیشتری پیدا کرد. این نکته اول. حالا نکته دومی که ببینید در همین سخن شما باز این بود که اگه دین به درد انقلاب نخوره خب چه درد می‌خوره. در واقع حرف شما این بود دیگه که آیا اگر ما دین رو کنار بگذاریم انقلاب رو نفی نکردیم و اگر انقلاب رو نفی کنیم پس دیگه چه؟ یعنی پس دیگه دین چه خاصیتی داره؟ من دقیقا میخواستم همین رو عرض بکنم که ما اینجوری نباید بیاندیشیم. تمام حرف من این بود. ببینید بذارید مثالای دیگه بزنم. یه عده میگن که این دین که نتونست مثلا اقتصاد ما رو درست بکنه. منم معتقدم همینطوره، نتونست اقتصاد ما رو درست کنه. اقتصاد ایران الان یک اقتصاد شتر گاو پلنگیه که نه سرمایه‌داری نه سوسیالیستی، یعنی هیچی نیست، یک
یه چیز عجیب و غریبیه و هیچ متدی نداره، هیچ پیشنویس روشنی نداره. اون چیزایی هم که تو قانون اساسی اومده خیلی هاش سر دستی یا سر همبندی بوده و بعد هم اقتباس و اخذ از اینجا و اونجا و یه چیزای تعاونی ها و غیره و اینا رو هم چسبوندن و که از دلش هم هیچی بیرون نیمد. خب اگر شما از اول به مردم میگفتید که دین اومده اقتصاد رو درست کنه، امروز باید به شکست دیانت اعتراف کنید، کمان که واقعا هم باید اعتراف کرد، چون که یک کسانی این وعده رو داده بودن، یک کسانی چنین انتظاری رو برانگیخته بودن. نباید هم چه چیزی گفت، نباید هم چه چیزی گفت و چنین چیزی هم نبوده و گذشتگان هم هیچ وقت این حرف رو نمی زدن. گفتم این رو برای خودش می خواستن. البته در اینکه خودش چیه خیلی تأمل و مداقه می کردن. یه عده‌ای معتقد بودن که بله خودش عبارت اساسا این که آدمی صوفی صفت به خداوند نزدیک بشه، یه عده‌ای نه این رو اجتماعی تر می دیدن. بستگی به اون شناخت ما داره، ولی من معتقدم که هر چی که باشه شما نمیتونید از دل او به مردم وعده بدید. اتفاقا توی قرآن هیچ جا وعده داده نشده است و من این رو گفتم. شما مقایسه کنید وعده های قرآن رو در مورد آخرت و در مورد دنیا، یعنی ببینید که چگونه وعده میده به متدینان که شما در آخرت چه پاداش های بیکرانی خواهید یافت و خدا چیا به شما میده، از باغ و بوستان و بهشت و حوری و چی و اینا تا مقامات بالاتر. یک دونه از اینا در مورد دنیا گفته نشد. گفته نشد است که اگر شما دیندار بشید اینجوری میشه اونجوری میشه، نمیدونم شهرتون توش نمیدونم دابان کشی میشه، جاده بندی میشه، نمیدونم پل میشه، نمیدونم باغ در میاد، بوستان در میاد، رفاه اقتصادی. اصلا اینا نگفته. ما از اینجاها باید بفهمیم که اصلا در دین در پی زنده کردن چه اهدافی در ذهن مردم بوده. من بازم اینجا تکرار میکنم، خیلی انتظارات ما از دین باید حد اقلی باشه. وقتی هم که میگم حد اقلی، این قلیل خودش کثیره وا، یعنی کم نیست، کم نیست، اما اونی هم نیست که ما از بیرون و به تحمیل میخوایم به دوش دین بگذاریم. بذارید ما مثال دیگه بزنم براتون، مثال خیلی زنده. آقای خمینی یکی دو تا روایت پیدا کرد که این روایت در گذشته ها هم بود، یعنی در کتب گذشتگان و پیش چشم علمای گذشته، که یکیش که از همه مهمتره و مشهورتره و بیشتر مورد استفاده، که دو نفر بر سر ارث با هم حرفشون شده بود، رفته بودن پیش امامی از امام صادق و از ایشون پرسیده بودن که ما شیعیان وقتی که از این گونه نزاعها و ابهامات و مشکلات برامون پیش میاد چی کار کنیم؟ ایشون هم در جواب گفته بودن که بروید پیش فقها، پیش علما و از اونا بپرسید، چون من اونها رو بر شما حکم قرار دادم. شما نگاه کنید این روایت که اولا اینکه خودش سندش معتبره یا نه هیچ، حالا به اون کاری نداریم، یه عده‌ای در سندش هم خدشه کردن. دلالتش خیلی مهمه که اگر این دو نفر اصلا دعواشون نشده بود، پیش امام نرفته بودن، این سوالو نکرده بودن، آیا مسئله حکومت اسلامی اصلا ناگفته باقی میمون؟ یعنی این مطلب که اینقدر مهمه منوط به این بود که یه روزی دو نفر سر ارث و میراث و ملک و اینا دعواشون میشه برن بپرسن. بعدم مفهوم حدیث اینقدر مبهمه که ما اینا رو بر شما حکم قرار دادیم، حاکم قرار دادیم. بعد یک آقایی به نام آقای خمینی میاد از دل این حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه رو بیرون میکشه و خودش رو چکار میکنه؟ حاکم بر جان و مال و ارث و ناموس و خون همه مسلمان ها میدونه، همه مسلمان ها، ولی یه امر مسلمین میدونه. من میخوام میگم اینا همون بارای زیادی که بر دوش دین نهادن. یه نفر میخواد حکومت کنه، میاد میگه الا ولله، از این روایت حکومت میاد بیرون. خیلی اینا به نظر من انتظارات حد اکثری است و دین رو مرکب یک مقاصدی کردن و به سوی مقاصد ناروایی
تاختن که از ابتدا منظور نبوده است. خب در مقابل وقت رقیب داره دیگه، یعنی اگر کسی به شما گفت که شما دین رو برای چی میخواید، شما بگید برای اینکه حکومت به ما بده، اون طرف میتونه به شما جواب بده که حکومت که خب جاهای دیگه هم پیدا میشه، شاید بهتر از اینش هم پیدا میشه، اینکه آخرش حکومت استبدادی هم شد. این که من میگفتم که اگر اون مقاصد رو در میان بیارید و دین رو خرجشون بکنید، اونگاه رقبا از راه میرسن و متاع بهتر از شما هم عرضه میکنن، همینه دیگه. اگر شما آمدید و گفتید که ما اینو برای انقلاب آوردیم، برای حکومت آوردیم و غیره، خیلی راحت دیگران از شما جلو خواهند. بله. سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. سلام. سوال من به این شکل هستش که اگه یک سناریوی ما در نظر بگیریم، فرض کنیم که آقای شریعتی مسئله انقلابی کردن دین رو در نظر نمی گرفت و انقلاب اسلامی صورت نمی گره، آیا خطر این که حزب توده و نیروهای چپ ایران را به دست خودشون بگیرن و روسیه نفوذ کنه در ایران بودش یا نبود؟ و فرض کنیم که اگر این خطر بود و این اتفاق می افته، آیا اون اژدهای کمونیستی و چپی مخوفتر از این اژدها بود یا مثل همین بود؟ و حالا با تمام این فرض، توی افغانستان انقلابی رخ نداد، ولی به خاطر این پروسسی که در افغانستان شکل گرفت، این اژدهایی که نباید از خواب بیدار میشد، اژدهای دینی بلند شد. حالا علتی که من سناریو رو دارم تعریف میکنم به خاطر اینه که همان که آقای شریعتی به این شکل مسئله رو مطرح کردن، من فکر میکنم یه مقدار جبر زمانه هم بوده، به خاطر شرایط اون زمان ایشون عملا خواستن یه جوری جامعه رو از دست چپ‌ها یا انقلاب چپی نجات بدن، به خاطر این سناریو رو داشت تعریف کردن. آیا این فرضیه و سناریو میتونه در دفاع ایدئولوژی و حرکت ایشون باشه یا که نه اصلا چیز، یعنی همچی چیز اتفاق نمیافتاد و انیویز این اژدها مثل افغانستان بیدار نمیشد؟ میخواستم نظر شما رو بپرسم. والا این جور داوری های تاریخی خیلی سخته، مخصوصا برای بنده چون اینقدر زو ابعاده. من اینجا عرض کردم که من هیچ در نیت پاک مرحوم شریعتی و در فداکاری او و از خودگذشتگیش و توانمندیش و دردمندیش و هنرمندیش هیچ تردیدی ندارم و واقعا همیشه وقتی به او نظر میکنم در خودم خیلی احساس کوچکی میکنم حقیقتا، یعنی او رو خیلی 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 بیشتر از خودم و امثال خودم میبینم. مخالفان او رو من در نوشته هام آوردم که مخالفانش یک پاره از هزار پاره کمالات او رو نداشتن. مرد توانایی بود و حقیقتا کار کارستانی کرد، یعنی این هیچ جای انکار نیست. این که نیتش این بود که جلوی چپ بایسته من نمیدونم، البته کاری که او کرد عملا چپ رو به عقب راند، این قبوله، این یکی از پیامدهای خیلی آشکار کار او بود. به همین دلیل هم بود که چپ ها خیلی با او مخالف بودن، اتفاقا اونا هم میگفتن داره اژدهای خفته بیدار میکنه که جلوی ما بایسته. اونا هم میگفتن که این دین مدتی بود به خواب رفته بود و دست ما باز بود، همونطوری که مدرنیست ها به اصطلاح یا سکولار ها همین حرف رو میزنن، میگفتن که آمده و اون اژدها رو داره بیدار میکنه و نمیذاره ما کارمون رو بکنیم. اینا رو میگفتن، ما به گوش خودمون میشنیدیم که نوشته های قبل از انقلاب اینا منعکس بود، گاهی با زبان های خیلی تند و دروج، گاهی نرم و غیره. بگذاریم از مخالفان دینی شریعتی که میگفتن دین رو داره تخریب. ببینید اونا هم یه حرفی داشتن دیگه، میگفتن یه گزینش هایی در دین داره صورت میگیره و ایشان داره صورت میده که این گزینش ها به کل دین جفا میکنه. درسته که یه عناصری رو میگیره و میاره بیرون و برجسته میکنه، اما خیلی عناصر دیگر رو هم فرو مینه. اول مخالفش آقای مطهری، اول مخالفش آقای بازرگان، اینا خودشون درد دین داشتن، اما احساس میکردن که شریعتی در اینجا احتمالاً
داره افراط میکنه یا تفریط میکنه یا چیزهایی رو به هم میامیزه که نباید بیامیزه. و لبش این بود که داره یه گزینشی صورت میده خیلی جانبدارانه، یعنی با یک وجهه نظر ویژه‌ای و به یک جانب خاصی داره حرکت میکنه که خیلی چیزهای دیگر رو یا مقفول میگذاره یا متروک میگذاره و به این ترتیب به توتالیتی دین وفا نمیکنه. اینم خب ایراد اونها بود. خود آقای خمینی هم همین عقیده رو داشت. آقای خمینی با مصاحبه که دکتر یزدی با او کرده بود، یکی از گله هاش از شریعتی این بود و به دکتر یزدی گفته بود که ایشون مثلا احترام علامه مجلسی نگاه نداشته و طعنه در او زده است و در بهار الانوار و امثال اینجور چیزا. روحانیت هم برای خودش نقدهای علیه او داشت. اما پیامدهای کار شریعتی البته همین بود که بله، چپ ها به عقب رانده شدن، اسلام به اصطلاح چهره انقلابی پیدا کرد، بهترین متاعها و سرمایه ها باید بگم در اختیار آقای خمینی قرار گرفت. البته این هم فراموش نکنیم، اما حرف آقای بازرگان که گفت رهبر انقلاب، انقلاب دوتا رهبر داشته، یکی آقای خمینی که شاه، اونم در واقع آب آسیا اینها بیخین، از بس بد عمل کرد و از بس مردم رو زیر فشار گذاشت و ساواکش بیرحمی و صفاکی رو به اوج رسوند، مردم به هر وسیله دست می‌زدن برای اینکه نجات پیدا بکنن از اون خونخاری دستگاه شاه. و خب جناب شریعتی و بعدم خمینی اومدن گفتن که اون وسیله نجاتتون و فلاحتون در اختیار ماست، بفرمایید. اما برای اینکه این حرب رو تیز بکنن، من همه حرفم اینه که شریعتی اسلام رو ایدئولوژیزه کرد، یعنی اومد عناصری رو که به درد چریکیگری میخورد از اسلام بیرون آورد، یعنی مشخصا امام حسین، زینب، ابوذر و غیره، و اینا رو کرد کل اسلام. و به این ترتیب بود که بله به مقصد خودش هم رسید. حالا درسته که خودش نرسید و ماجرا رو به پیامدش که نگاه کنیم و ببینیم که این گزینش چرا و از کجا صحبت گرفته، بهتر میتونیم در ماهیت این عمل کرد. وقتی که انقلاب صورت گرفت، همه خوشنود بودن که یک چیز مهمی صورت گرفته، اما خیلی ها نمی دیدن که احتمالا به سر اسلام و دینداری چی آمده است و این مرکب شدن و ابزار شدن این رو نهایتاً به کجا خواهد برد و نهایتاً او رو بی‌آبرو خواهد کرد، برای اینکه انتظارات رو چنان بالا میبره که این انتظارات نمیتونه تحقق نهایی پیدا کنه. به همین سبب البته کار رو دست دیگران میذاره، کمان که گذاشته رو دست ما و رو دست خیلی های دیگر. اما اینکه در افغانستان چه میخواد بشه، من حرفی ندارم، افغانی ها خودشون تصمیم میگیرن که میخوان چی کار بکنن، ولی تمام حرف من این استش که برای بیرون راندن دشمن یا برای وعده های آینده درخشان دادن، درست که از دیانت مردم استفاده های ابزاری، این کار صحیحی نیست. الان آلودی طالبان این کارها رو کرده و نتایج خیلی سوش قدید بود، چون معلوم بود که آیندهی که ما تصور میکنیم که نیکوست واقعا نیکو باشه، بعد شما دین رو در راه او به کار بگید، دین رو در راه دین برد کنید، در راه هیچ مقصد دیگری نباید خرج کنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر. سلام حضار گرامی. من سوالم معطوف به مقدمه فرمایش شما آقای دکتر. بحثی که فرمودید راجع به انتظارات ما از دین، در واقع not to mention که به نظر میرسه یک شاخه‌ای هم وجود داره که معتقده بر این که دین است که از ما انتظاراتی دارد و در واقع دین رو مقدم میدونه بر اون انتظارات و حالا تلاش میکنه که رفتارها و چارچوبهای خودش رو معطوف کنه به اون انتظارات. اما یک قدم بیام جلو و روی صحبت شما بریم جلو، بحث این بود که شما فرمودید انتظارات ما از دین چیه. حالا سوال من اینجاست که آیا ما به دنبال گمشده‌ای میگردیم که میدانیم چیست، یا به دنبال گمشده‌ای می‌گردیم که نمی‌دانیم چیست؟ مثلا ما وارد اتاقی می‌شویم که این اتاق به نام اتاق دنیاست و به ما میگن یه صندلی در این دنیاست که تو باید پیداش بکنی و در جستجوی این صندلی باشی،
یا ما حتی اون صندلی رو هم نمیدونیم یا نمیدانیم که چیست و چه تصویری ازش داریم. چون این گونه اگر پیش بریم ممکنه من یه چارپایه پیدا بکنم و با آن چارپایه قناعت کنم و در واقع راضی باشم و کس دیگری تا یه مبلمان سه نفره بزرگ پیدا نکنه اون رو صندلی ننامه و راضی به اون نباشه. چون این گمگشتگی وجه در واقع جاییه که باز میمونه آقای دکتر برای این برداشت‌های متنوعی که از اسلام یا از دین میشود کرد و بعد ممکنه که اون وقت برسه به اینکه چارچوب‌ها زیر پا گذاشته بشه یا عدول بشه از اون نگرش. پس من سوالم اینطوری شفاف بکنم که آیا با در واقع در مثال شما، آیا در مسیری که شما فرمودید، آیا پیشفرض این است که ما نمیدانیم چیست و دنبال چه چیزی هستیم، یا اینکه ما میدانیم که دنبال چه چیزی میگردیم، حالا داریم در واقع دنبال لباسی میگردیم که ببینیم که بایستی کجا بر تن چه کسی یا ابزاری باشد یا وسیله‌ای باشد یا تصویری باشد که در جای گم شده است؟ ما نسبت به اون مقدمه سوالتون که کسانی هستن که میگن بعد ببینیم دین از ما چه انتظاری داره، بله من با این سخن آشنا هستم و وقتی که کتاب قبل بحث رو نوشتم و این بحث انتظارات از دین رو مطرح کردن، یه عده آمدن رو دقیقا همین سخن رو مطرح کردن. همچنین وقتی که من از عصری کردن دین سخن گفتم، اونا آمدن و گفتن نه، باید عصر رو دینی کرد نه اینکه دین رو عصری کرد. از این سخنان گفته شد که به نظر من اینا بیشتر جنبه خطابی داره و محتوای چندانی نداره. ببینید، دین یه چیزی نیست که از ما انتظار داشته باشه. دین یعنی تفسیر دین توسط دینداران. شما اگر فکر میکنید چیز دیگری هست به من بفرمایید. کتاب خدا که صامته، با سنت رسول الله که صامته، باید او رو خواند، یعنی باید او رو فهمید، باید او رو تفسیر کرد. تفسیر رو هم دینداران و عالمان دین میکنن. پس دین یعنی تفسیر جمعی از دین. خب حالا فرض کنیم که این تفسیر جمعی از دین شده است و مثلا معلوم هم هست که چیز، چون وقتی که تفسیر جمعی شد دیگه یکی دوتا نشه، تفسیر رسمی هم که نداریم، لذا تنوع داره و چه باک تنوع وجود خواهد داشت الی یوم القیامه. حالا من که به دنبال دین روان میشم، اینجا هم من معرفت اندیش و تجربت اندیشم، دین معیشت اندیش مطرح نیست که ارثیه و تقلیدیه و نافکورانه است. من نگاه میکنم که ببینم من چی کم دارم. ببینید مثال خیلی سادهش، فرض کنید بنده لباس ندارم و نیاز به لباس دارم. نگاه میکنم ببینم که کجا لباس میفروشن، بهترین لباس رو میفروشن، خب میرم سراغ اونا دیگه. اما اگر من لباس داشته باشم دیگه کاری به راسته لباس فروشان ندارم، موقتا این احتیاج من رفع شده. حالا میرم میبینم من غذا ندارم، خب میرم دنبال غذا فروشا. من دانش ندارم، میرم دنبال کسانی که معلمند و آموزگارند و میتونن به من چیزی یاد بدن و هاکذا و هاکذا. دینم پس از اینکه تفسیر شد، تفسیر جمعی شد و به میدان آمد، به ما میگه من این متاعها رو در اختیار شما قرار میدم. من نگاه میکنم ببینم این متاعها رو دارم یا ندارم. اگر واقعا دین متاعهایی رو به ما، یعنی به بشریت من عرضه میکنه که این متاعها رو بشریت داره یا میتونه خودش بسازه، جاذبه‌ای نخواهد داشت. یا اگر در یک دوره موقتی هم جاذبه‌ای داشته باشه، جاذبه‌اش زایل خواهد شد، چون رقیبان از راه میرسن و از او بهتر رو میتونن عرضه کنن. این که دین متاع اخروی به ما میده، این دقیقاً همون جاییست که دین رقیب نداره. دقیقا همونجاست، چون هیچ مکتب دیگه‌ای آخرت رو نمیتونه بر ما نه تعریف کنه و نه راه سعادت اخروی رو به ما نشان بده. لذا اینکه ما باید انتظارمون رو از دین تعریف کنیم، این دقیقا مقدم بر آن است که دین از ما چه میخواد. دین چیزی نمیخواد از ما، دین میاد این متاعی عرضه میکنه، میگه من اینم، منو ببینید میپسندین یا نه. خیلی خوب، ما حالا فرض میکنیم منصفیم، معاند نیستیم، حق جو هستیم. خیلی خوب، نگاه میکنیم میبینیم واقعا او نیاز ما رفع میکنه نمیکنه، یا جای دیگه شاید بهتر از او رفع میکنه، مگر اینکه یک نیازهای یونیک منحصر به فردی وجود داشته باشه که دین اونجا یک کاری میکنه. و این دقیقا همانه، یعنی
دنبال همان باید رفت و در غیر این صورت ما از دین مستقیم خواهیم. این نکته اول، یعنی نکته اول و دوم با هم، این که شما گفتید که ما وارد اتاق میشیم چنین میشه و چنین میشه، هم روید وارد یه بازار میشیم. تو این بازار متاهای مختلف میفروشن، شما به نیاز خودتون نظر میکنید و بعد هم انتخاب میکنید دیگه. و در اینجا هم انتخابا میتونه متنوع باشه، واقعا این همون پلورالیسم دینیه. شما ممکنه بگید من نیازم رو در مسیحیت بهتر پیدا میکنم، اون دیگری اینا همه مال معرفت اندیشه هاستی که من عرض میکنم. معیشت اندیشه ها اصلا نه این سوالا رو میکنن و نه اصلا انتخاب میکنن، از همون اول بچگیش مسیحی مسیحیست، مسلمان هم مسلمانه و غیره. اما وقتی که به بلوغ عقلانی میرسن و این سوالا رو مطرح میکنن، دقیقا وارد یه بازار میشن که چند جور لباس میفروشن، چند جور کفش میفروشن، چند جور غذا میفروشن، چند جور کلا میفروشن. دیگه شخص میتونه اونجا انتخاب بکنه و این انتخابش هم کاملا به حق و رواست و خداپسند هم هست و چیزیست که مثل لباسی که به تن خودش میخوره، اونو پیدا میکنه و با او زندگی میکنه. 24 بحث های دین و قدرت رو میگشاییم. تا امروز مباحث بسیاری رو پشت سر نهاده ایم و چند جلسه است که به بحث های ویژه و مصداقی که عمدتا متعلق به ایران و به جهان اسلام است میپردازیم. تا فراموش نکردم بگویم که امروز روز آخر فروردین ماه 1399 هجری خورشیدی است و فردا اول اردیبهشت است. اردیبهشت همیشه برای من یادآور بهشت است و دریغ می‌دارم که این یادآوری رو با دوستان مشارکت نکنم، با اونها رو در این خاطره دلپذیر مشارکت ندهم. انشاءالله که جایگاه همه ما خواهد بود در بهشت نعیم الهی و بلکه در بهشت دیدار و وصال الهی. دو بیت رو هم بر سبیل براءت استحلال در آغاز بخوانم که سالها پیش سروده ام، که بنفشه ها به لب جویبار می آیند، شکوفه ها به سر شاخسار می آیند. بهشتیان در اردیبهشت بگشایید، فرشتگان خداوندگار می آیند. بسیار خوب، نکته قبل، ببخشید، هفته قبل یا جلسه قبل نکته اصلی رو که بر اون پا فشردم و به منظره شاه کلید اصلی بحث من بود و امروز هم خواهد بود، این بیت شعر بود که دین وسیلت نیست بل خود آیت است، آیتی در خورد انسانیت است. گفتم که به دین به صورت وسیله نظر کردن، اون رو به منزله وسیله‌ای برگرفتن، وسیله حتی برای امور و مقاصد نیکو و خیر، این جفا کردن در حق دین است و بد به کار بردن آن است و در حقیقت استفاده ابزاری از دین کردن است که به شدت ممنوع و ناپسند است. اما چه کنیم که آدمی موجودی استخدامگر است، یعنی به هر چه که نظر می کند در فکر این است که به چه کار او می آید. ما کمتر به این فکر می کنیم که بعضی چیزها برای اینکه وسیله باشن، مرکب باشن، مکسب باشن، منصب باشن، فراهم نیامده اند، پدید نیامده اند. بعضی از چیزها مطلوب به ذات اند. این مطلوبات به ذات البته آثار و پیامدها دارند، اما نه به خاطر پیامدهاشون بلکه به خاطر خودشون خواستنی اند. گفتم که اخلاقی زندگی کردن، اخلاقی بودن، انسان بودن، این به خودی خود امر مطلوب و نیکویست. البته وقتی کسی یک انسان اخلاقی بود، برکات بسیار بر وجود او مترتب است، هم خودش از انسان بودن خودش لذت میبرد، هم دیگران بهره میبرند و جامعه‌ای که از چنین انسان‌های اخلاقی پر شده باشد یک جامعه‌ای است که نسخه دوم بهشت است در حقیقت. بنابراین
در اینکه امور مطلوب به ذات آثاری دارند و پیامدهایی دارند، اون هم پیامدهای دوربرد و درازدامن، در این بحثی نیست. اما اینها رو به خاطر اونها خواستن، این اولین قدم خطا رو برداشتن است و اونقدر این خطا ظریف است، اینقدر ظریف است که آدمی متوجه نمی شود و گمان می کند که کار نیکویی انجام می دهد. ببینید، وسیله شدن اصلا معناش این استش که اگر شما وسیله بهتری پیدا کردید، اون وسیله اول رو فرو می گذارید. اصلا این شأن وسیله است. ولو اینکه شما وسیله رو برای یک مقصد نیکی انتخاب کرده باشید. خب مثالها که بسیار زیاده. در گذشته مردم با حیوانات سفر میکردن، وسیله بودند اونها. وقتی که وسایل بهتر پدید آمد، اتومبیل آمد، قطار آمد، هواپیما آمد، ما اونها رو کنار گذاشتیم به سبب اینکه وسیله بودند و وسیله بهتر وسیله بدتر رو از میدان بیرون میکنن. بسیار طبیعی است. هر چیزی که شأن وسیلگی داشته باشد یا ما به او شأن ابزاری بدهیم، چنین عاقبتی رو ناچار خواهد داشت، حتی اگر دین خدا باشه. شما وقتی که یک کسی رو استخدام میکنید که همون نام دیگر به صورت وسیله برگرفتن است، اگر کس دیگری کار او رو بهتر از او انجام میده، خب این یکی رو مرخص میکنید و اون دومی رو به جای او برمیگزینید. کجا آدمی چیزی رو عوض نمیکنه؟ وقتی که یک چیزی به خاطر خودش خواستنی باشه، نه به خاطر امر دیگری. وقت در اون صورت او تعویض ناپذیره، جانشین ناپذیره، میماند. مگر اینکه آدمی دل بکند، مگر اینکه از جایی به بعد اون رو مطلوب نبیند. اما مادامی که مطلوب میبیند و به خاطر خودش مطلوب میبیند، البته به دامن او میآویزد و او رو با چیز دیگری عوض نمی کند. وسیله ها البته اینطور نیستند. حالا ببینید، مثال های خیلی ساده امرین است. اگر شما دین رو وسیله گرفتید مثلا برای انقلاب کردن، اگر وسیله گرفتید برای فلمثل اقتصاد و رفاه اجتماعی، اگر وسیله گرفتید برای برتر شدن و نسبت به دیگران و قدرتمندتر شدن و هر چیز دیگری که شاید به خودی خود هم چندان بد نباشه، اما معنای این امر این استش که اگر وسائل بهتری پیدا کردید، اون رو کنار خواهید گذاشت. اما ما میدونیم، ما به غریزه اولیه خودمون با درک خیلی ساده‌ای که از دینداری داریم، میدانیم که دین این نیست. یعنی شخص اون رو به خاطر اینکه وسیله ایست بر نمیگزیند. اولین درک و دریافت ساده، غیر متکلفانه، حتی غیر عالمانه بلکه عامیانه و اولیه دینداران گواهی میدهد که به دین چنین نظر نمی کنند، مگر اینکه عده‌ای از راه برسند و او رو در مسیر دیگری بیاندازند. ببینید، در دین ما خداپرستی داریم. ما خدا رو میپرستیم چون پرستیدنی است، همین و بس. ما خدا رو وسیله نکردیم، پرستیدن او رو بر نگرفته ایم تا از طریق این پرستیدن به چیز دیگری برسیم. اصلا این در حد کفر است، در حد خدا نشناسی و دین نشناسی است اگر آدمی پرستش خدا و خدا رو برای مقاصد دیگری که به خیال خودش نیکوست به کار بگیرد. بله، باز هم تکرار میکنم، یک انسان خدا پرست، انسانی که حقیقتاً محب خداوند است و مطیع خداوند است و عبد صالح خداوند است، شکی نیست که این انسان انسان نیکوی خواهد شد و جامعه‌ای که از چنین انسانها تألیف و ترکیب پیدا کنه جامعه‌ای نیکوی خواهد بود. اینا شکی نیست. اما هیچ وقت نمیتوان گفت که ما لا اله الا الله میگیم یا خدا پرستی میکنیم تا فلان مقصد و فلان مقصد دنیوی برای ما حاصل بشود. این معنای دینداری است در اون عمق معنای خودش.
ولی چنان که گفتم ما به خاطر اینکه آدمیانی هستیم، یعنی جانورانی هستیم، استخدامگر، همه امور طبیعت رو به استخدام میگیریم، حتی آدمیان دیگر رو هم به استخدام میگیریم، پس دین هم چیزی است که نمیتونیم از او صرف نظر کنیم. اگر دیدیم به درد ما میخوره و یه جایی به کار میاد، میشه تابیم تا او رو به کار بگیریم. گاهی هم خوشنودیم که داریم از دین حسن استفاده میکنیم. این یک مقالطه ظریفی است که من میخوام شما رو برحذر بدارم. خیلی هم مهمه، به خاطر اینکه سر و کلش خیلی جاها پیدا میشه و به دلیل ظرافتی که داره آدمی رو میفریبه و اون روی زشت خودش رو پنهان میکنه. حالا بذارید من همین معنا رو قدری بست بدم، مثالهایی بزنم، توضیحاتی بدم تا این قصه بهتر شناخته بشه و این نکته شکافته تر بشه. خوشبختانه ما در ایران خودمون، چه دوران قبل از انقلاب و چه دوران بعد از انقلاب، از این حیث مثال کم نداریم. ببینید، بذارید از دوران صفویه آغاز کنیم. تاریخ صفویه به ما میگوید، مورخان به ما میگویند که صفویان احتمالاً در ابتدا نه سید بودن و نه شیعه بودن. بعدن هم ادعای سیادت کردند و هم ادعای تشیع کردند و در شیعه شدنشون هم افراط کردند و این افراط اونها به جای رسید که سنی کشی راه انداختن، تولایان و تبرائیان رو در بازارها میگرداندن، از مردم میخواستن که حتما بر خلفای اهل سنت، بر پیشوایان اونها لعنت بفرستند، دشنام بگویند. حتی تشیع رو ابزاری کردن برای وحدت ملی، ابزاری کردن برای قدرت حکومتی تا در مقابل سنی های عثمانی بایستند. از این حیث حتی موفق هم بودند. من در این که توفیق یافتند الان سخن نمیگویم، در این که حسن نیت داشتند هم سخن نمیگویم. مخلوطی از خیلی چیزها بود. البته این رو ما میدونیم که شاهان صفوی غیر از شاه طهماسب که پس از مدتی آلودگی از آلودگی ها توبه کرد و بسیار مقدس و متشرع شد و علمای لبنان رو به ایران آورد و به شیخ کرکی اصلا ولایت مطلقه داد و خودش رو نایب او دانست و دست او رو در تصرف در امور ملک و ملت باز کرد، بجز شاه طهماسب که دوران بلندی هم سلطنت کرد، بقیه پادشاهان صفوی نه متشرع بودن، نه متدین بودن، نه چندان مبالی آداب شرع بودن، نه ملتزم به احکام شریعت بودن. هیچ کدوم اینها نبود. بقیه پادشاهان هم شراب میخوردن، هم آدم میکشتن، هم کارهای خلاف میکردن فشر. با همه این احوال تشیع برای اینها و تا مدتی تصوف برای اینها یک دستمایه مهم سیاسی شد تا اینکه قدرت خودشون رو تحکیم بکنن و بعد تشیع رو هم در سراسر ایران بپراکنند، علمای شیعه رو از جاهای دیگر جهان، عمدتاً از لبنان، از جبل آمل لبنان و از عراق به ایران بخوانند و تشیع رو تقویت بکنند، علمای شیعه رو گرد هم بیارن، مدارس بسازن، مساجد بسازن و بسیاری چیزهای از این قبیل. و اما امروز وقتی که ما نظر میکنیم و تحقیق و کاوش و کنکاش میکنیم، میبینیم که این دینداری بود که عین ابزارنگاری دین بود. یعنی این رو به کار گرفتن برای مصالح دنیوی. به یاد داشته باشید، این رو به کار گرفتن برای مصالح دنیوی، حتی بگویید مصالح نیک دنیوی. در نیک بودن و بد بودنش فعلا مناقشه نمی کنیم، حتی بنا رو بر این میگذاریم که نیاتشون خیر بود، اما این نیات خیر دنیوی بود و میخواستن که قدرتشون رو تحکیم کنن، میخواستن یه سلسله‌ای رو به وجود بیاورن، سلسله‌ای که دوام داشته باشه. حتی علمای ما به میدان آمدن، علمای شیعه به میدان آمدن و درست کاری رو کردن که امروز ما میبینیم.
یعنی روایاتی را از این ور و اون ور در آوردن یا کسانی ساختن که دولت صفویه متصل به دولت امام زمان خواهد شد. یک چنین پشتوانه‌های شرعی هم برای او به وجود آوردن. فرض کنید که باز هم نیت خیر داشتن، مگه اونهایی که جعل حدیث می‌کردند در ابتدای امر که مرحوم علامه امینی در آثار خودش آورده، ایشون نزدیک 600 هزار حدیث رو گزارش داده و فهرست کرده که اینها همه ساختگی بودن. و همین مرحوم صاحب القدیر یعنی آقای امینی در اونجا میگوید که بعضی از راویان بودن، یعنی بعضی از جاهلان بودن که یک کتاب تمام رو از ابتدا تا انتها جعل میکردن. روایت ها می نوشتن منسوب به پیامبر، منسوب به ائمه و تماما ساختگی. و بعد هم می گفتند که ما کار بدی نمی کنیم، ما از طریق این روایت ها مردم رو تشجیع می کنیم، ترغیب می کنیم به سوی دین، به سوی خدا، به سوی تقوا، به سوی کار نیک، به سوی پارسایی و امثال اینا. برای خودشون یک چنین توجیهگری هم در پیش داشتن و کار خودشون رو نیک می دونستن، لابد هم از خداوند طلب پاداش می کردن. ببینید، حالا این نیت نیک همیشه باعث نمیشه که شما کار نیکی بکنید، باعث نمیشه که شما کار، شما ممکن است که یک چیزی رو که در اصل و در ذات خودش وسیله نیست وسیله کنید و این سنت بد رو به یادگار بگذارید و اونگاه چیزی رو از جای خودش خارج کنید، چیزی رو از جای خودش خارج کنید، درست مثل یک نمازی که پشت به قبله خوانده شده. همه آداب نماز رو شخص نمازگزار به جا می آورد، اما نماز او باطل است. این مثال رو من از سعدی گرفتم که در باب همین پارسایان ریاکار میگه. میگه اون که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. ببینید چه مثال عالی است این. پشت بر قبله نماز کردن یعنی تمام آداب نماز رو به کمال از واجبات و مستحباتش به جا آوردن، اما در نهایت تهی دست ماندن به خاطر اینکه نماز پشت به قبله مقبول نیست. عین این ماجرا وقتی است که شما جای وسیله و هدف رو عوض میکنید و سنتی رو باقی میگذارید که به چیزی که باید به چشم هدف نگریسته میشد به چشم وسیله نگریسته شود. من نوبتهای قبل ذکر کردم از بعضی نویسندگان هم اقوالی رو آوردم که با انقلابی کردن دین مخالف بودن. اونها رأی دیگری و طریقه دیگری در محکوم کردن این امر داشتن. من اون طریقه رو نمی روم، یعنی از اون ادله پیروی نمی کنم. من هم در نتیجه کار با اونها موافقم، گرچه که در مسیری که طی می کنیم شاید یکسان نباشیم. نتیجه کار این است، یعنی تبیین من از مسئله این است که چه برای دموکراسی دین رو به کار بگیرید، چه برای انقلاب به کار بگیرید، در هر دو حالت شما استفاده ابزاری از دیانت کردید. چیزی رو که وسیله نبوده وسیله کرده اید. نیت شما هم علل فرض نیکو و خداپسندانه، اما این کارتون کار خدا ناپسندانه و غیر منطقی است. و به هر نیت دیگری و در هر مقصد دیگری هم که نیکو هم باشد حکم همین است. بنابراین باید خیلی مراقب. حالا بذارید ما مثال‌های دیگه بزنیم. در ابتدای انقلاب خود ما که ماجرا همینطور، چه مرحوم دکتر شریعتی روحش شاد که نیت 100% صادقانه و خیری داشت برای اینکه ملت رو متحول کند، برای اینکه جامعه رو از دست ستمگران رهایی ببخشد، برای اینکه نظام شاهنشاهی رو ساقط بکند، چه او و چه آیت الله خمینی که لابد تکلیف شرعی خودش میدانست با اون درک ویژه‌ای که از فقه داشت و از عرفان داشت و از مفهوم ولایت داشت و خلافت داشت و اینها، میخواست که همین جامعه رو ریولوشنایز بکنه، انقلابی بکنه و مردم رو بر ضد
حکومت برانگیزد و عرق و غیرت مسلمانی اونها رو بجنباند، اونها رو به خیابونها بکشاند و هر دوی این بزرگوارها یعنی خمینی و شریعتی رو میتوان گفت مردمان موفقی بودند، یعنی این مقصد نهایتاً به دست آمد و این هدف عملی شد و این اتفاق در جامعه ما افتاد. باز به خوب بودن و بد بودن و به دنباله های انقلاب و تا امروز کشیده اینا هم ما کاری نداریم، به این کار داریم که اینجا با دین چه کار کردن، چه شد. حرف من این است، تحلیل من این است که هر دوی اینها، چه اون کسی که فقیه و فیلسوف بود، چه اون کسی که خطیب و هاتف بود و از طریق خطابه‌ها و سخنوری‌های فوق العاده حرکت انگیز خودش توانست که علل خصوص قشر جوان رو بجنباند و با گزینش‌هایی که از درون دین می‌کرد، شخصیت‌ها و اندیشه‌هایی که بیرون می‌کشید، توانست واقعا خون رو در رگ‌های جوانان به جوش آورد. و چه اون فقیهی که به مردم تکلیف دینی می‌کرد و می‌گفت که شما اگر به تکلیفتون عمل نکنید مؤاخذید و مورد مؤاخذه و عقوبت الهی قرار خواهید گرفت. هر دوی اینها میکوشیدند تا یک مقصد و مصلحت دنیوی رو برآورند و دین رو در خدمت گرفته بودند و از مردم میخواستند که با سلاح دین، با سلاح دین، با اسلحه دین حرکت کنند و اسلحه دین رو چنان بتراشند که موافق و مناسب قامت دشمن و قدرت دشمن باشه و بر سر او بکوبند و او رو فرو اندازند و موفق شدند و این کار رو کردند. اما چنان که گفتم در بن و در بطن این حرکت استفاده ابزاری، در باب استفاده ابزاری من بیشتر توضیح خواهم داد، فعلا مثالهایی رو دارم ذکر میکنم که مقصود من هرچی بیشتر روشن بشه و علل خصوص در بر نقطه هایی و مواردی انگوش میگذارم که به ظاهر اعتراض انگیز نباشه. یعنی شما گمان نکنید که اینها کار بدی کردن، اینها سوء نیت داشتن. نه، بنده دست کم نه در مورد شریعتی نه مورد خمینی به هیچ وجه بدگمان نیستم و فکر نمی کنم که اینها دنیا طلب بودن، فکر نمی کنم که اینها قدرت طلب به معنای ناسواب کلمه بودن. نه، ظاهرن حسن نیت داشتن، زندگیشون، سابقه شون، پیشینه شون، همه چیز گواهی میداد که پاکیزه بودن، پارسا بودن و دل در گروه انسانیت داشتن، دل در گروه اسلامیت داشتن، بدون انکار این مواضع و موارد. اما ماهیت کاری که کردن این بود. حالا بگذارید یک مثال دیگری از اون سو بزنیم. در همین بحث‌های دین و قدرت اگر به یاد داشته باشید، من از میرزا ملکم خان یاد کردم. میرزا ملکم خان یکی از کسانی بود که یک ارمنی مسلمان شده‌ای بود که بسیار غم ملت رو می‌خورد و دوست داشت که تحولی در جامعه رخ بدهد. اما در نوشته‌های خودش، در گفته‌های خودش، مخصوصاً با کسانی که محارم او بودند، خیلی پوسکنده و به صراحت می گفت که ما برای اینکه تحولی در جامعه ایجاد کنیم، مفاهیم جدید غربی رو باید در لباس اندیشه ها و آموزه های دینی درآوریم تا هم به خورد جماعت برود، هم مقبول روحانیت افتد. در این امر هیچ پرده پوشی هم نمی کرد. می گفت ما چرا بیایم از دموکراسی حرف بزنیم؟ چرا ما بیایم مثلا از حقوق بشر، حالا اون موقع مسئله به این شدت مطرح نبود، سخن بگیم که این همه باعث امتناع و باعث عقب گرد میشه و در مقابل ما مقاومت میکنن. همونها رو بیایم اولا از روایات استفاده کنیم، از آیات استفاده کنیم، از تاریخ اسلام استفاده کنیم و از اخلاقیاتی که در جامعه دینی جاری بوده، از اعتقادات مردم مسلمان، از تاریخ پیامبر، از تاریخ امامان استفاده کنیم و این مفاهیم رو بیرون بکشیم و به خورد مردم بدیم. به راحتی این متاع رو از ما خواهند خرید و ما بدون دادن هزینه چندانی
می توانیم بر مرکب مراد سوار بشیم و به مقصد برسیم. او این رو صریحا می گفت و من چنان که به یاد دارید، اگر به یاد داشته باشید، اشاره کردم که این استراتژی که استراتژی ناکامی بود، علاوه بر اینکه ناسواب بود، ناکامیش به این سبب بود که بعداً صاحبان اصلی خود اون ایدئولوژی از راه رسیدن، گفتن اون چیزی رو که اکنون شما به منزله مرکب یا وسیله برگرفته بودی تحویل خود ما بدهید، چون ما به اونها اولاتریم، ما اونها رو مثلا صاحب اونها هستیم، شما به عاریت برده بودید، اکنون به نزد ما بازگردان. این قصه بود که اتفاق افتاد در مشروط. خوشبختانه علمای دین این کار رو نکردن. این نکته مهمی بود. حتی مرحوم محقق نائینی که باز هم در جلسات قبل از کتاب او و از اندیشه های او سخن گفتیم، کتاب بسیار مهمی که به نام تنبیه الامه و تهذیب المله نوشت، با تمام اقتدار فقهی خودش کوشید تا نشان بدهد که مشروط شدن حکومت ایران مخالف شرع نیست، بلکه دفع افسد به فاسد است. او در اونجا نمیخواست دین رو به منزله یک ابزاری به کار بگیره، بلکه میخواست ماهیت آموزه های دینی رو نشان بده. نیت او با نیت کسی مثل ملکم خان خیلی فرق داشت، با نیت کسانی مثل تقی‌زاده خیلی فرق داشت. بیشتر یک تحقیق و تحلیل فقاهتی درجه اولی رو انجام داد برای اینکه به مسلمان‌ها بگوید که مسلمان‌ها اگر سراغ مشروطیت بروید، خلاف دیانت عمل نکرده اید، کار خلاف شرع نکرده اید، بلکه مستحسن است و دین و پیامبر اسلام بر این امر صحه می‌گذارد. کار او خیلی فرق داشت با کار ملکم خان. خب در ایران انقلابی شد و ولایت فقیه برپا شد و رهبری انقلاب یک روحانی و فقیه درجه اول بود، بر مسند ولایت نشست و سالها در این مسند بود و پس از او هم این مسند رو به جانشین خودش سپرد. حالا ما ببینیم که در این جهات چه اتفاقاتی افتاد. من در خصوصا زمان پس از دوران آیت الله خمینی نمونه هایی رو اینجا نوشتم که به نظر من از بهترین نمونه های استفاده ابزاری از دین است و این نمونه ها که از قضا توسط خود روحانیان پدید آمده و توسط اونها اعمال و اجرا شده است، به خوبی نشان می‌دهد که ابزاری شدن دین کجاست و چگونه خودش رو نشان می‌دهد. در درجه اول، و این خیلی نکته مهمی است، ابزار شدن دین وقتی امکان پذیر می‌شود که یک طایفه، یک صنفی او رو به منزله ملک و متاع خودشون به دست بگیرند. اگر این دین در جامعه پخش باشه و دینداران خودشون به فراغت بال و به فراست خاطر دین خودشون رو به کار ببرند بر حسب احساس تکلیف دینی که میکنن در موارد مختلف، این ابزاری کردن دین نیست، این خود جاری شدن دین در جامعه است، همون چیزی که واقعا باید بشود. یعنی به طور طبیعی یک انسان دیندار به حکم دین به وظائف خودش عمل کنه. اما اگر یک طایفه آمدند و گفتند که تعیین تکلیف و تعیین وظائف با ماست، ما برای شما معین میکنیم که وظیفه شما چیست، ما به شما میگوییم که کجا دین رو به کار ببرید کجا نبرید، این دین به چه کار میآید و به چه کار نمیآید، از اینجا به بعد آغاز ابزاری شدن دین است. یعنی این پدیده منحوس وقتی رخ می‌دهد که دیانت مالکانی، وارثانی، صاحبانی، به کار برندگانی پیدا کند که دیگران را هم امر و نهی یا توصیه و ترغیب کنند که این متاع
آسمانی رو چگونه و در کجا به کار ببرن و یا تحلیل رسمی او رو به دست خودشون بگیرن، تفسیر رسمی او رو دست خودشون بگیرن و بگوین که این گونه نظر کنید و این گونه بفهمید و این گونه معنا کنید. اس اساس ابزاری شدن دین این است که کسی اون رو به منزله ابزار به دست بگیرد. تمام مطلب همینه. ببینید اصلا ابزار یعنی به کار بردن ابزار. شما اگر یه چاقو گوشه بیفته و کسی رو به کار نبره، تیغش زنگ میزنه و کند میشه و از کار میفته. شما بعد این رو به کار بگیرید تا ما بگیم دارید به صورت یک ابزار از او استفاده میکنید. شما باید خودتون رو مالک و واجد اون ابزار بکنید، نه ابزار رو تصاحب کنید، به دست بگیرید و استفاده کنید. و الا مادامی که ابزار به صورت طبیعی، به صورت یه موجود از موجودات سر جای خودشه و شما بر او سوار نشدید، او ابزار نیست. این حیوانات که خب در طبیعتن، مخصوصا چارپایان، خب اینا چارپایانن، موجودات این عالمن. از وقتی یک کسانی به نام انسان پیدا میشن، میگن از این باید بار کشی، روی اسب باید سوار شو، گوشت اون یکی رو باید خورد، از اینجا اینا تبدیل به ابزار میشن. ولی به خودی خود که اینا اسم ابزار رو اینا نمیشه نهاد. بعدم زیرکی ماست که از این اشیا چگونه استفاده کنیم. روی خود اونا ننوشته که من رو چگونه به کار ببرید. اون فرد زیرکی که نظر میکنه، او در میابد که بهترین راه استفاده از این شیء چیست. بارهایی به دوش او میگذاره، کارهایی از او میکشه که نه خود اون شیء میداند و نه بر پیشانیش نوشته شده و نه شاید به عقل هیچ عاقلی برسه. این انسان ابزار ساز استخدامگر، این شأن از خودش رو در جهان به نظر من بهتر از هر شأن دیگری بروز داده است و دنیای خودش رو با همین اندیشه و با همین نیت ساخته است. یعنی اصلا کوشیده تا همه چیز رو ابزار خود بکند تا با اونها و بر اونها بنشیند و با اونها زندگی بکند. این قصه ماس و حیوانات، این قصه ماس و طبیعت. نفت که خودش نمیگه من چیم، ما اینو به منزله ابزار انرژی و انرژی زایی به کار گرفتیم. گذشتگان به صورتهای خیلی ساده تری و ما امروز به صورتهای خیلی پیچیده تر و وسیع تری و هر چیز دیگری از این قبیل که حاجت نیست مثال بزنیم. ببینید دین به خودی خود یه چیزیست تو این عالم، یه نیرویست، یک ایمانیست در قلوب مردم و بعد بر این ایمان البته یک ارگانیزیشنی بنا می شود، یعنی دین دستگاه مند می شود، ارگانایز می شود، پوزیتیو می شود به قول جناب هگل، و اونگاه کسانی از راه می رسن که این رو مورد استفاده قرار بدن. لذا می خوام بگم که ابزار کردن اصلا شرط اصلیش اینه که یک ابزار انگاری پاشو به میدان بگذاره، یک کسی که بخواد اونو به صورت ابزار به کار بگیره. اگر دین به صورت یک کالا صاحب پیدا کرد در جامعه، صاحب پیدا کرد، گفتیم مردم مالکش نیستن، ما مالکشیم، مردم نمیدونن که از او چگونه استفاده کنن، ما به اونا میگیم چگونه استفاده بکنید، این فرق داره با این که بگیم ما دین رو به اونها می آموزانیم. آموزاندن دین غیر از بهره برداری از دین است در اهداف ویژه. در این صورت اون وقت ابزارنگاری تحقق پیدا میکنه. حالا ببینید مثالهاش. فکر میکنم که همه ما به یاد داشته باشیم این مثالها تاریخی هن حقیقتا بر جامعه ما. یکی اصلیش که خب قصه قدرتی است که فعلا روحانیت پیدا کرده و این دین فعلا بهترین مرکب برای اقتدار یه صنفی و یک طایفه به نام روحانیت شده که جای بحث نداره و یعنی اونقدر آشکار است که احتیاجی به توضیح بیشتر نداره. اما بیایم به موارد خاص‌تر و خردتر. در جریان انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری، روحانیت با تمام قدرت به میدان آمد
برای اینکه پیروزی رو از آن او بکند و دین رو چنان سخاوتمندانه بلکه مصرفانه خرج کرد که دل هر دینداری رو به درد آورد. و با کمال تأسف وقتی که همه اون کارها زشتیشون و شومیشون آشکار شد، حتی نیم لبی به اعتراض، به ندامت باز نکرد که حتی به مردم دیندار بگوید که ببخشید ما در اینجا خطا کردیم، ما راه رو غلط نشون دادیم. حتی این هم نبود. مثال اول، در همون ایام انتخابات رئیس جمهور احمدی نژاد، جناب آقای مصباح یزدی، فیلسوف حوزه علمیه که از او انتظار می رفت که سخن معقول بگوید و شناخت حکیمانه از دین داشته باشد، نه عامیانه و نه ابزارانگارانه، به صحنه آمد، سخنرانی کرد و به صراحت یک داستان مجعول نامعقول رو نقل کرد که فلان کس در فلان شهر در خواب دیده است که امام زمان در نمازهای خودش برای جناب احمدی نژاد دعا می‌کرد. احمدی نژادی که همین سالها بعد خود همین آقای مصباح به میدان آمد و گفت به گمان من در کمند سحر یک ساحری افتاده است، یعنی او رو تلسم کردن، او رو تسخیر کردن، چون باور نمی کردن که این رئیس جمهور امام زمانی این در روبروی ولایت مطلقه بیستد و قهر بکند و 10 روز در خانه بنشیند و فرمان ولی فقیه رو نبرد و چنین تخلف آشکاری رو در مقابل چشمان مردم به نمایش بگذارد. باور نمی کردن که امام زمان چنین کار. اما وقتی که نوبت خرج کردن دین بود، وقتی که نوبت خرج کردن دین بود برای مقاصد خودشون، برای فروکوفتن حریف که اون حریف هم حریف بیدینی نبود، فقط مورد پسند حضرات نبود، اون موقع بیدریق خرج کردن. بیدریق چرا؟ من بازم دارم سرش رو میگم. برای اینکه خودشون رو مالک این متاع میدانستن، برداشتند و امام زمان رو به میدان آوردند و دعا و نماز شب و تهجد و غیره رو تا به مردم عامی و ساده لوح بگویند که این حادثه آسمانی است، این حادثه پشتیبانی عرشی دارد و الهی دارد و کناره نگیرید که مبادا مؤاخذه بشه. مورد دوم، یکی از روحانیون بزرگ که عضو فقهای شورای نگهبان هم به نام آقای مهدی، آقای ابوالقاسم خزعلی که اکنون مدتی است از دنیا رفته، من وقتی که این داستان رو از خود ایشان شنیدم که در رادیو نقل می شد واقعا دلم درد گرفت، قلبم درد گرفت. یعنی فکر نمی کردم تا این حد نسبت به دین خداوند اینها گستاخی بکنن، اینطور بیپروایی بکنن. والله غیرت مردم عادی بر دین بیشتر از این حضرات است که اینطور او رو در فای منافع پست خودشون قربانی میکنن. خب نظر در قصه اون در مورد این که میگم در ریاست جمهوری آقای خاتمی است و رقابتی که بین خاتمی و آقای ناطق نوری بود. خب جامعه مدرسین البته طرف ناطق نوری بود و روحانیت هم پارهشون این سو بودن و پارهشون اون سو بودن. معلوم هم شد که جناب رهبری هم طرف ناطق نوری بوده، ولی خب نشد، اونچه که اونا میخواستن نشد. اما در دوران مبارزات انتخاباتی جناب آقای خزعلی آمدند و یک نطق تلویزیونی رادیویی کرد. جوانکی در اون روزگار پیدا شده بود، شاید 7-8 ساله، که این میگفتن که قرآن رو حفظه. آقای خزعلی گفت که ما از این جوان پرسیدیم که خب شما بگو که نظر خداوند چیست در این مسئله نسبت به رأی جامعه مدرسین.
جامعه مدرسین طرفدار ناطق نوری بودن. به او گفتیم که توی آیه ای رو بخوان در این مورد. گفت اولئک الذین، این اون جوان این آیه رو خون، اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتده، اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو هدایت کرده و شما هم پیرو آنان باش، یعنی جامعه مدرس. و بعد آقای خزعلی گفت هیچ از گوش من بیرون نمی رود، از خاطره و حافظه من محو نمی شود. گفت این رو دیگه ما نمیگیم، جامعه مدرسی نمی، این رو خدا میگوید، این رو خدا میگوید که به حرف جامعه مدرسی گوش کنه. از این صریح‌تر، دریده‌تر، بی‌پرواتر و بی‌حیاتر نمیتوان دین خدا رو به مسخره گرفت و در استخدام مقاصد خود درآورد. از این بی‌پرواتر و بی‌حیاتر نمیشه سر عوام الناسی که عربی نمیدونن، قرآن نمیدونن، چه نمیدونن کلاه گذاشت و از اونها طلبید که به سوی صندوق‌های رأی روانه بشوند و به نفع فرد منتخب اونها، فرد مقبول اونها رأی بدن. البته نشد نشد و جناب خاتمی آمد و تمام اون بافته ها رشته شد و به قول یکی شاعر ظریفی در اون دوران گفت که گشت بازنده ناطق نوری، خاتمی شد رئیس جمهوری، لیک در منطق فقیه ولی، چه علی خواجه و چه خواجه علی. باری ماجرا این چنین شد. شما نگاه بکنی، یه روحانی که میگفتن حافظ قرآنه، حافظ نهج البلاغه است، یعنی همین آقای خزعلی، و مبارزه کرده بود قبل از انقلاب، پس از انقلاب هم پست ها و مناصب بالایی داشت، تا انتهای عمرش هم محترم زیست. ایشان به خاطر اینکه مقاصد سیاسی خودش رو برآورد، اون هم مقاصد چنین خرد و حقیر سیاسی، قرآن خدا رو در استخدام گرفته بود و استفاده ابزاری میکرد برای اینکه مردم رو بفریبند. من نام این رو جز بی حیایی چیز دیگری نمیتونم بگذارم. حالا ابزار انگاری دین درجات داره، انواع داره، در پاره از موارد بسیار شریف است، بسیار با حسن نیت همراه است و شخص رو نمیتوان ملامت کرد، اما در جاهایی عین حق بازی است، عین فریبکاری و نیرنگ بازی است که این نمونه رو از او نقل کردن. خب حالا ببینید، ما موارد ظریفش رو داشته ایم که همون به نظر من حرکت شریعتی و امثال او بوده، موارد آشکارش رو داشته ایم مثل قصه صفویه و یا داستان ملکم خان، و موارد خرد و پست و حقیرش رو هم داشته ایم، شبیه همین مثالی که من انتخاب کردم و برای شما گفتم. در همه این موارد یک بکارگیرنده ابزار در کار است، در همه اینجا، چه اینجا جامعه مدرسین باشه، چه اونجا ملکم خان باشه، چه اونجا اون قبائلی باشند که آمدند و نهایتاً هم به سلطنت رسیدن و سلسله صفویه رو بنا نهادن، و چه ملکم خانه باشه که اصلا هیچ عقیده‌ای به اسلام هیچی نداره ولی در این حال میخواد برای ایجاد تحولی در جامعه از دیانت استفاده بکنه و غیره و غیره. نمونه های نیکش رو داشتیم، نمونه های بدش هم داشتیم. ظرافت امر اینجا خیلی مهمه. بازم میگم که راهزنی می کند این ظرافت. خب حالا بذارید یک مثال مهمتر رو و باز ظریفتر و دقیقتر رو در میان بیاوریم. ببینید، دین وقتی که در جامعه روان می شود، یعنی به دست بنیانگذار او تأسیس می شود، مثل یک چشمه‌ای که کنده می شود، یعنی خاک کنده می شود و این چشمه می جوشد و بیرون میاد و بعد هم به صورت یک نهری جاری می شود، اون بنیانگذار اهدافی داره و آموزه هایی داره. این جویی که روان می شم سرنوشتی داره که لزوماً منطبق با اهداف اون بنیانگذار نخواهد. برای اینکه بارها گفتم دین تاریخی می شود، وارد تاریخ می شود و تاریخ رو
به حکم ما ننوشتن، به حکم ما هم نمی نویسن و متضمن و آکنده از حوادث پیشبینی نشده است. همه اینها میان و نقش خودشون رو بر دین میزنن. پیامدهای ناخواسته بسیاری پدید میاد که ممکن است که خود بنیانگذار نخواسته باشه، ولی به دلیل اینکه این دین رو به صورت یک حادثه‌ای در تاریخ رها میکند، اتفاقاتی هم ممکن است بیفتد که موافق میل او نباشد. ظهور صنف و طبقه روحانی در ادیان از پیامدهای ناخواسته ادیان است. از پیامدهای ناخواسته است. نه اینکه ظهور طبقه از نیرنگ بازان، نه اینکه ظهور طبقه از مفسرانی که گاه ممکن است دین رو به نادرست تفسیر بکنن. اصلا یک صنفی که به تدریج هویت تازه‌ای پیدا میکنه و این دین رو به صورت یک متاع در اختیار خودش میگیره و برای انسجام و استحکام صنفی و در مقام تحصیل منافع صنفی اون رو به کار میبره، این جزء پیامدهای ناخواسته ظهور ادیان است. شما نگاه کنید، از همون ابتدا بود، خود حضرت عیسی با فقیهان یهودی در افتاد، نمیپسندید اینها رو و اونها رو ما رو عقرب میخوند. اونطوری که در خود انجیل متی آمده است، به اینها میگفت که شما مثل گوری میمانید که در درون او مرداره، اما روی او رو مشک و کافور نهادند. دقیقا همون که سعدی برگرفته و در اشعار خودش آورده که ریشه انجیلی دارد، به گور گبر ماند زاهد زور، درون مردار و بیرون مشک و کافور. این مثال در انجیل، این سخنیست که عیسی علیه السلام با فریسیان و صدوقیان، فقیهان یهودی در میان می نهاد. گفت شما قانوندانها و فقیهانی هستید که ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. و بعد هم می گفت که شما مثالتون مثال همون گوریست که درون مردار است و بیرون مشک و کافور. خود قرآن شما ببینید چقدر به رهبان و به احبار، به همین روحانیون مسیحی و یهودی طعن میزنند. نکثیرن من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بسیاری از اینها اموال مردم رو به باطل میخورند، یعنی به نام دین از مردم پول میگیرند و خرج خودشون میکنند، خرج مقاصد خودشون میکنند. اکل به باطل معناش این است، لولاین ها هم رهبانیون و الاحبار ان اکلهم السحت، چرا از رباخاری و رشوه گیری منع نمی کنند. طعنهایی که قرآن در روحانیون مسیحی و یهودی زده بسیار زیاد است. این معناش این نیستش که فقط یهودی ها و مسیحی ها روحانیونشون بدن و خرابن، و خیر دیگه. این پیامد ناخواسته هر جا رخ بده مستعد چنین آفاتی هست، مستعد چنین آفاتی هست. بدترینش این است که این رو به منزله ابزار به دست میگیره، احساس تملک میکنه، احساس تصاحب میکنه. من روزی هزار بار آفرین میگم به لوتر در مسیحیت، برای اینکه ریشه فتنه رو خوب شناخت و دانست که کلیسا که خودش رو مالک دین میشمارد و واسطه بین خود و خدا میشمارد، اینجا سرچشمه انحراف است، سرچشمه ناروایی و نادرستی است. برای اینکه همه چیز در اونجا میتواند رخ بدهد به نام دین، خب دیگه وقتی جوش آورد که مغفرت فروشی ها رو دید، اونجا بود که دیگه رفت و اون نامه 95 ماده خودش رو بردر کلیسا آویخت. دید که اینا به نام دین دیگه پاشون کجاها گذاشتن و رسما نامه به مردم میدهند که اینقدر به ما پول بدید تا به جهنم نرید، و این نامه رو مثلا بگید که همراه خودتون در تابوتتون بگذارن، اونجا خداوند شما رو
مؤاخذه نخواهد کرد، حتی پاره های از بهشت رو میفروختند و غیره و غیره، که پاره از اینها رو در میان ما مسلمان ها هم متاسفانه جاری شده است. اینجا بود که جوش بود، یعنی اون ام الافات و ام الرذائل رو درک کرد که اگر یه دستگاهی بیاد بگه این دین مال منه، بعد من به این قیمت به شما میفروشم، اینجوری روش نرخ گذاری میکنم، کاربردش رو من به شما نشون میدم و معرفی میکنم، در کجا به کار بگی کار نگید، از اینجا فساد آغاز میشه، از اینجا فساد آغاز میشه. لذا حرف خیلی خوبی زد، گفت هر مؤمنی روحانی خیشتن است، هر مؤمنی روحانی خیشتن است. این از سخنان بسیار ماندگار جناب مارتین لوتر بود در اوائل قرن 16 1517. و بعد البته حرفای دیگری هم زد، یعنی وارد الهیات مسیحی هم شد، در اونجا هم تحولات مهمی و شگرفی به وجود آورد. اما مهمترین تحولش در عرصه دین ارگانایز این بود که گفت صاحب ندارد، همه شما صاحبش هستید، روحانی ندارد، همه شما روحانیش هستید، کسی از این راه ارتزاق نباید بکند. ارتزاق از راه دین یعنی همین ابزار بعیشت کردن، معنای دیگری نداره، ابزار قدرت کردن. من وقتی که بحث سقف معیشت بر ستون شریعت رو نوشتم دقیقاً به همین نکات اشاره کردم. حافظ میگفت که نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهری نشان نمیبینم. نشان مرد خدا عاشقی است، ولی نشان اینها کاسبی است، اما نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار، یعنی پیش خودمون باشه، که در مشایخ شهری نشان نمیبینم. اونا عاشق نیستن، اونا کاسبن، اونا لاور نیستن، دیلرن. و این دیلر بودن و کاسب بودن است که این همه بلاها و فجایع رو به بار می آورد. خب میخواستم مثال دیگری بزنم که این ابزارنگاری کجا پاش رو به طور ظریف وارد میکنه. وقتی که بنیانگذار دین میاد و دین رو معرفی میکنه و چنان که گفتم به صورت یک نیروی وارد تاریخ و وارد اجتماع میکنه، این مثل آبی که روان میشه و کف بر اون میاد، یک پیامدهای ناخواسته پیدا میکنه، یکیش طبقه روحانی. اما وقت نکته دو، یعنی مطلب دوم یا بگیم پیامد دوم، این که این دین ابتدا که میاد هویتی نیست، فقط به صورت همطور که گفتم یه آب جاریه. اما همین که وارد جویی شد، این ابعاد پیدا میکنه، یعنی هویت پیدا میکنه، میشود این جو، متفاوت از اون جوی دیگر، و بعد از این مسیر میرود، تفاوت با مسیرهای دیگر، رنگ و بوی خاصی پیدا میکنه بر حسب اینکه از چه خاکهایی و از چه اقلیمهایی بگذرد، رفت رفته یک گرد هویت یا سایه هویت بر روی او مینشیند. هویت دینی یکی از پیامدهای حقیقت دینی است، یعنی ابتدا حقیقت دین، ماهیت دین پدید میآید، پا به عرصه ظهور و وجود میگذارد، بعد وقتی که در تاریخ جریان پیدا میکند هویت ساز میشود، یعنی مسلمانان یک امت میشود، یک هویت تازه پیدا میکند. این هویت از پیامدهای دینه، یعنی خود به خود هویت آفرین است، اصلا نمیشه نشود، چون یه عده‌ای دور او جمع میشن، یه عده‌ای به او ایمان میآورند، یه عده‌ای تعلق خاطر پیدا میکنن، یه عده‌ای خودشون رو با اون دیانت تعریف میکنن. ما مسلمانیم در مقابل اون کسانی که مسیحیانن، در مقابل اون کسی که یهودی است و غیره، درست مثل همین هویت‌های ملی یه هویت دینی هم خورده خورده تشکیل میشه. اتفاقا تاریخ مسلمان‌ها نشان میدهد که مسلمان‌ها اون ابتدا اینطوری که بیشتر مورخین غربی نوشتن، خیلی خودشون رو با ادیان دیگه فرق نمیگذاشتن، اصلا
به ظاهر این چنین می نمود براشون، حتی برای مسیحیان و برای یهودیان، که یک مصلحی پیدا شده است به نام محمد علیه السلام که اصلاحی در دین مسیح و یهود داره پیدا میکنه. به همین دلیلم بیشتر خودشون رو مؤمنان می خواندن، یعنی حتی امیرشون رو امیر مؤمنان می خواندن. اینکه از کی این اسلام و مسلمان خواندن خیشتن پدید آمد، یکی از اون بحث‌های تاریخی است که این دیگه خط‌کشی خیلی صریح شد و این هویت غلیظ شد و ستبر شد و مسلمین کاملا راهشون رو از دیگران جدا کردن، حتی به کار به تخاصم و تقابل و مقاتله و غیره هم کشید که می‌دانید. اما هرچه بود، حالا بله آمیخته ای از کارهای زشت و زیبا بود، اما این هویت ناچار پدید می آمد، یعنی غیر قابل اجتناب بود، حتی اگر بنیانگذار هم نمی خواست این اتفاق می افتاد. و وقتی که یه دوره چیزی جمع می شن خودشون رو با او تعریف می کنن، مخصوصا وقتی که اون امر معشوق اونها باشه، محبوب اونها باشه و هویتشون در گرو او باشه، خب این هویت ساخته میشه. بسیار خوب، امر ناگزیری است. ما هیچ کسی رو هم ملامت نمی کنیم، حتی شاید در رفتارهای شخص پیامبر بزرگوار هم چیزایی رو ببینیم که نشان هویتی داره، یعنی وضع و جعل و تشریعش احتمالاً به خاطر این است که این هویت هرچه متمایزتر شود، آشکارتر شود. من خودم در نکته هایی که گفتم و در مقاصد شریعت یک مقصدی رو هم به منزله هویت برشمردن. اما اتفاقی که میفته وقتی که ما پیش میریم به تدریج در طول تاریخ، رفته رفته این هویت وزنش سنگینتر از اون حقیقت میشود، یعنی حاشیه بر اصل و بر متن غلبه پیدا میکند، فرع از اصل پیشی میگیرد. اون چیزی که بر حقیقت بنا شده بود، یعنی اول دینی هست و سپس هویتی بر او بنا می شود، این پایه و پشتوانه رفته رفته مخفی می ماند، تمام این در و دیوار و این ظواهر و هویت اصل می شود. از اینجا به بعد در واقع دین ابزاری می شه. یعنی ابزار هویت کردن دین، اظهار وجود کردن، این خودش جزو ابزار انگاری دینی است. و ما وقتی که مخصوصا در مقابل دشمن که قرار میگیریم، تا وقتی که با خودمون هستیم چندان شاید این قصه هویت بروز و نمود چندان نداشته، اما وقتی که در مقابل دشمن و خصم قرار میگیریم و اظهار وجود و ابراز وجود و احراز وجود میکنیم، از اونجا در واقع ما این قشر هویت رو که بر روی حقیقت نشسته ستبرتر و کلوفتر میکنه، بیشتر به او متمسک میشیم برای اینکه خودمون رو در مقابل دیگری به نمایش بگذاریم و دیگری رو سرکوب کنیم یا تحقیر بکنیم. حرکاتی که در همین دوران ما یک دهه قبل صورت گرفت و طالبان و داعش و غیره و اینا، تمامشون ابراز هویت دینی بود، ابراز هویتی بود که برای ابراز هویت از دین کمک می گرفتن، برای اینکه بگن ما کسی هستیم دینشون رو به میدان می آوردن. خیلی این مسئله مهمی است. ببینید یک کسی، یعنی دولت آمریکا و همراهان و همکارانش اومدن یه طالبان درست کردن، اون که دیگه 100% ابزارسازی دینی بود، یعنی یه عده‌ای که طلبه بودن، طالبان بودن به اصطلاح، آوردند و اینها رو به کار گرفتند و سرباز کردند و تسلیح کردند و مسلح کردند و اینها رو به جنگ سربازان شوروی فرستادند و شد اونچه که شد. در این مورد که ابزارنگاری 100% مسلم بود، اعتقادات و انگیزه های دینی یک قوم ساده دل رو و جنگاور رو به کار گرفتند و اونها رو به مساف به اصطلاح مشرکان و ملحدان کمونیست فرستادند و اونها رو شکست هم دادند. ولی قصه این نبود، قصه این بود که رفته رفته برای خود مسلمان ها همین هویت اهمیت بیشتری از حقیقت پیدا کرد، رفتن سراغ اون عناصری و عواملی که
اون عناصر و عوامل میتونه بیشتر به اونها کمک کنه تا ابراز هویت کنن، تا ابراز اقتدار بکنن، تا در مقابل خصم بایستن، تا مقاصد خودشون رو عملی تر بکنن. این قصه هویت در دنیای جدید و برهم خوردن توازن میان این دو یکی از ظریف‌ترین نمونه‌هایی است که ما میتونیم در مورد ابزار انگاری دین معرفی کنیم و بنمایانیم. ببینید، من لب سخنم در اینجا این است: اگر ما دین رو میخوایم و قبولش داریم، به خاطر خودش باید بخوایم و هر نیکی که در او هست اون نیکی رو هم به خاطر خودش بخوایم و دین رو در اصل به منزله ابزاری یا بگیم راهی برای سعادت آخرت بدانیم. این جزء خود آموزه های دین است. اگر او رو برای مقصدی از مقاصد دنیوی به کار بگیریم، دیر یا زود وسیله بهتر و برتر از او پیدا خواهد شد و ما رو از او بی نیاز خواهد کرد. اگر هم بی نیاز نکند، اونگاه ما متعصبانه به او خواهیم چسبید و چشممون رو بر پیشرفت‌های بیرونی خواهیم بست. یعنی وسیله بهتر پیش چشم ما میاد، اما ما میگیم ما چون هویت خودمون رو در گرو این وسیله نهاده ایم، به اونچه که شما میگویید نظر نمی کنیم و عمل نمی کنیم. ببینید، روزگار ما، فقه در روزگار ما به چنین سرنوشتی مبتلا شده است. این فقهی که در اصل وسیله هم هست، اصلا چیز غیر از این نیست، وسیله برای فصل خصومات بوده، اما چنان مقدس شده که متاسفانه مثل اینکه خودش هدف شده. اون وقت برای اون راهکارهایی که مخصوصا در مسائل اجتماعی و اقتصادی فقه نشون میداد یه روزگاری و شاید هم به درد میخورد و امروز دیگه ناتوانه، ما به خاطر اینکه این وسیله رو عین هویت خودمون کردیم نمیخوایم فرو بگذاریم و چیزهای دیگر رو در پیش بگیریم. اما همون رقیب‌ها این رو از عرصه معرفت بیرون کردن و ارزش او رو کاستن و دیگه در نگاه ناظران زیرک وزنی و بهایی ندارد. وسیله بودن همیشه همین است که وسیله بهتر، وسیله بدتر رو و ناتوانتر رو از میدان بیرون میکنند. خب همه اینها رو گفتیم برای اینکه بگیم دین ابزار قدرت نباید بشه، ابزار سیاست نباید بشه، خودش رو برای خودش باید خواست. خب تا اینجا من فکر میکنم که حداقل ادعای من روشن است. حالا یک سوال مقدر که این سوال رو باید برای نوبت بعد پاسخ بگیم، امروز وقت ما به پایان رسیده، اینکه حالا اگر دین خودش گفت برین دنبال قدرت، خودش گفت برین دنبال حکومت، اونگاه ما چه کار بکنیم؟ چون ببینید، کسانی که دین رو برای این گونه منظورها به کار میگیرن نمیان بگن که ما منظور غیر دینی داریم، حتی خیلی ظاهرا با حالت ظاهر الصلاحی هم ادعا میکنن که ما به خود مر احکام و آموزه های دینی عمل میکنیم، اون از ما خواسته است چنین کنه، اون از ما خواسته است چنان کنیم و ما اگر نکنیم تخلف کردیم و خطا و گناه کردیم. خب تحلیل من که دین رو نباید وسیله کرد بلکه غایت است، چگونه میخواد جواب این مسئله رو بده؟ البته ما الان در اسلام بحث میکنیم، والا اگر بخوایم نمونه هایی رو از ادیان دیگه ذکر بکنیم، اینکه چگونه ابزاری شدن، به صورت ابزار به کار رفتن و یا چگونه این ابزارنگاری رو کنار نهادن، پاره ای از هوس‌های خودشون رو فرو کفتند و زیر پا نهادند و قناعت کردند به اینکه دین دین باشه، در اونجاها ما خیلی میتونیم نمونه بیاریم و توضیح بدیم. اما اونچه که مسئله مبتلا به ماست همین قصه دیانت جاری ما در ایران و مخصوصا مذهب تشیع است. حالا اگر کسانی به ما بگویند که خود این دیانت ما رو به این سونی راند، چنان که میگویند و چنین ادعایی رو هم دارند، اگر کسی به ما بگوید که به من بگوید که تو از یک فقیهی مثل آقای خمینی هم فهمت بالاتره که او آمد و انقلاب دینی به پا کرد،
و تو میگی که این انقلاب ناشدنی است، ناسواب است، ابزار انگاری دین است. خب پاسخ این رو ما چگونه باید بدیم؟ من مخصوصا به اینجا رسوندم این مسئله رو که رأی خودمون رو هرچه صریح‌تر و بارزتر در اینجا بیان کنیم. به گمان من یه نکته مقفولی در اینجا همیشه همین بوده است که فرق میان دقیق دینداری و ابزارانگاری دین چیست و این چگونه میشه ناآگاهانه و بی اختیار از یکی به دیگری لغزید. این همون بزنگاه اصلی است که هر دینداری باید گریبان خودش رو بگیره و بگه من دارم چه کار میکنم. البته حرف اصلی من این است که دین در اصل برای سعادت اخروی است. به تعبیر دیگه اگر مرگ نبود، اگر ما دنیای دیگری نداشتیم، به دین هم احتیاجی نداشتیم. عقل ما زندگی دنیوی ما رو سامان میداد، چنانی که آدمیانی که به دین و یعنی به آخرت اعتقاد ندارن با همین عقل انسانیشون جهان مادی خودشون رو سامان دادن. بنابراین اون چه که در اصل دین برای اوست و مطلوب به ذات است سعادت اخروی است. اون چه که مطلوب به ذات است پرستیدن خداست به خاطر خدا، نه برای اینکه دنیای آباد بشه، نه برای اینکه دستگاه خلافتی درست بشود، نه برای اینکه ابزار قدرتی برای کسی بشه. هیچ کدوم اینا نیست. اما چه کنیم اگر کسانی به ما بگویند که اینها جزو تعلیمات دینی است و او از ما خواسته است که دین رو برای دنیا به کار ببریم، او از ما خواسته است که توسط دین کسب قدرت کنیم، او از ما خواسته است که حکومت دینی به پا کنیم، این ادعاها رو چگونه میتوان تحلیل کرد؟ میماند برای نوبت بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، خسته نباشین آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون و صحبتاتون. من سوال داشتم که ما چه بخوایم چه نخوایم، اصلا دین وسیله است؟ یعنی دین برای چی اومده؟ دین، کسایی که دین آوردن، اولا که ساخته و پرداخته و خود انسان هاست، یه چیز طبیعی نیستش، که یه چیزی که خود انسان ها آوردن و این آوردن برای یه مقصودی، یه منظوری، برای یه وسیله، شاید بتونیم بگیم یه وسیله است برای بهتر زندگی کردن. و اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، در هر صورت دین یه وسیله میشه، یعنی یه وسیله برای بهتر زندگی کردن. و خواستم در این مورد ببخشید، در مورد پرستیدن خدا، فقط پرستیدنم، پرستیدن در واقع منظوری هست براش، همینطوری نیست ما بپرستیم خدا رو که چی بشه، فقط یه منظوری هست که شاید مثلا ما بندگی رو یاد بگیریم یا یه چیزی بشه. یعنی همه اینا به نظر من همینطوری صرف فقط نمیدونم دینداری یا صرف نمیدونم چیز، این به نظرم it doesn't make sense for me. ولی اگه ممکنه توضیحاتتون رو بشنوید. بله، خیلی ممنون از طرح این سوال یا از بیان این کامنت. من اتفاقا دلم میخواست همین گفته بشه. ببینید، چنان این اندیشه وسیله بودن دین، ابزار بودن دین در ما قوت گرفته، نمیتونیم اصلا جوری دیگه فکر کنیم. میگیم اگه دین ابزار نباشه پس چی باشه؟ پس به چه درد میخوره؟ اونایی که به قول شما اون انسانهایی، حالا یا پیامبر، هر کی که دین رو آوردن، لابد برای مقصدی آوردن، که چی ما بگیم خودش واسه خودش. من یادمه در همین مصاحبه اخیری که کرده بودم که بر ما بسی کمان ملامت کشیدن، خیلی هم از مخصوصا حوزه و روحانیت آمدند و در نقد من مطالبی گفتند و حمله ها کردن، اصلش این بود که خدا به هر دردی نمیخورد. یعنی شما خدا رو وسیله نکنید برای چیزهای دیگه. و این به خیلی ها برخورد، به خیلی ها برخورد که یعنی چی؟ بالاخره ما خدا رو لازم داریم و خب صورت ظاهرش هم که اقلا ما دعا که میکنیم، یعنی میخوایم از خدا استفاده کنیم. من کاملا میدونم، یعنی واقفم به این مسئله که این نکته بسیار ظریفی است که بازم چند بار گفتم دیگه، من از خوف اینکه شما ملول نشید تکرار نمیکنم، که ابزار کردن یک چیزی معنیش این استش که خودش به خودی خود ارزشی نداره، اون مقصدی که ما به خاطر او به کار میگیریم این ارزش داره.
شما میگید که خدا پرستیدن برای چیه؟ من واقعا این سوال برام خیلی مشکل جواب ده. خدا پرستیدن جز این که برای خاطر خدا پرستی باشه هیچ مقصد دیگری نداره. مگه عموم عرفای ما نمیگفتن ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخوایم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. در اون مراتب عالی عبادت میگفتن ما حتی بهشت هم از خدا نمیخواد، ما فقط خودشو میخواد. ولی ابزارنگاری در ما چنان قوت گرفته که من امروز از یک خانم مسلمان میشنوم که میگه خدا پرستی برای چی؟ حتما باید به یه دردی بخوره. ببینید مسئله این است که درد ما چیست. بله اگر درد یک کسی این استش که خونش رو مبلمان کنه، خب بله اون باید دنبال ابزار مناسبش بره. درد یک کسی اگر این استش که مثلا حکومت بپا کنه، خب بره دنبال اون. ولی تمام حرف من این استش که درد خدا باید داشت، درد دین باید داشت، دیگران دردای دیگه دارن. ببینید خیلی مهمه. حافظ در اون غزل خیلی لطیفش که شبانگه رهروی در سرزمینی همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، بعد میاد پایین این بیت رو میگه که شاه بیت شاهکار این غزل، میگه نمیبینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. این کلمه درد دین خیلی کلمه مهمی است و فقط یه حافظ رو میخواد که این رو بفهمه و بگه. میگه مردم دردای دیگه دارن، دین رو هم میخوان به اون دردشون بزنن. کسی که درد خود دین رو داشته باشه میگه من نمیبینم. و الا این همه مشایخ بودن در زمان حافظ، این همه روحانی بودن، این همه علما بودن، واعظانی بودن که در جلوه در محراب و منبر میکردن. ولی اون میگه که نمیبینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. من از قول یکی از فیلسوفان اسپانیایی به نام اونامونا نقل کردم، از قول او که نه کسی درباره او گفته بود که این خدا درد داشت. خیلی این تعبیر زیبایی بود، خدا درد داشت. این شبیه همین سخن جناب حافظ ماست، خواجه شمس الدین، که میگه نه درمان دلی نه درد دینی. من تمام حرفم اینه اتفاقا، و خوبه که شما این رو میفرمایید. به من میگوید که این اندیشه چه قوامی و چه تمکنی در دماغ دینداران پیدا کرده که ورای او نمی اندیشن، جور دیگری نمیتونن تصور بکنن. میگن خب بالاخره میاد به دردی بخوره، مگه ما چیم که خودمون رو معطل دیانت بکنیم؟ همین دیگه، مسئله این است. که البته من باز این رو عرض بکنم، این که دین بعد به یه دردی بخوره، این البته جزء تصورات دینداری معیشت اندیشه. من اصلا اسم اون رو گذاشتم دینداری معیشت اندیش، چون دین رو به خرج معیشت میزنه دقیقا. و الا اگر از این عرصه خارج بشیم وقت دینداری خالصتری پیدا میکنه. به دینداری تجربت اندیش که میرسیم دیگه برای خودش. منم انتظار ندارم که این دین برای دین یا خدا برای خدا اونطور جا بیفته که جزء بدیهیات بشه. نه، متاسفانه چیز دیگری بدیهی شده الان. خدا برای مقاصدی، دین برای مقاصدی. دردای دیگه ای ما داریم و اینا رو میخوایم مرهم اون دردا و داروی اون دردا بکنیم. من مطمئنم، میدونم، اطلاع دارم، حس میکنم، دیدم، هممون میدونیم. ولی این خاص دینداری معیشت اندیشه، هر چه خالص‌تر بشه وسیله بودن دین کمتر میشه. من دو تا سوال داشتم. یکی این که فرمودین که اگه وزن هویت بر حقیقت غلبه کنه اون وقت هویت ابزاریه، ولی در بالا قسمت های اولی که فرمودین این که اصلا احساس میکردم که هیچ اینجا اگه، یعنی اگه وزنش به چربت هویت ابزاریه، ولی اونجا این بود که اگر ما یک از دین هر استفاده بکنیم ابزاری میشه. مثلا شما در نظر بگیرین که یه نفر میره میگه آقا در جامعه مثلا فقر زیاده، میاد به یک چریتی درست میکنه، مردم رو ترغیب میکنه که از به این طریق کمک کنن. آیا ما این رو، یعنی
ابزاری میدونیم، یعنی این کار مثلا نباید بکنه اینی چون داره از دین مردم استفاده میکنه به کمک مردم، یا نه این چون وزنش نچربیده مثلا بازم ابزاری نیستش. و دوم این که ما این بحثی که داریم میکنیم که توصیه ریکامندیشن یا توصیه است، یا اینکه نه ما راهکاری رو داریم که این عملی نشه. ما اولا مثلا تو جامعه غربی چرچ اند استیت خب الان هستش، آیا ما این رو حداقل ساپورت میکنیم، میگیم بله این حداقل چیزی که ما میخوایم بر اساس این طوری که ما داریم میگیم که ابزاری هست، و حتی بیشتر هم تو... یعنی اینو میگیم حداقلشه، ولی مردم رو توصیه میکنیم بازم مواظب باشید، بازم سیاست مدارها این ماکیاولیستن، از ما میدونیم که دین قدرت ایجاد میکنه، از قدرت از دین استفاده خواهند کرد که بتونن منافع خودشونو به منافع خودشون برسن، و مردم مواظب باشید که از دینتون استفاده نکنن به عنوان قدرت. و ولی حداقل اینه که در جامعه ما این رو ساپورت، یعنی اینو قبول داریم که این باید استیت اند چرچ جدا بشه کامل، و هر چقدر میتونیم اینو جدایشو بیشتر کنیم تا بتونیم به اون حد، به اون تئوری اولی که دین ابزاری نشه برسیم. بله همین که الان شما، البته من اینا رو ان شاءالله به تفصیل بعداً خواهم گفت، قدرش هم در بحث‌های گذشته و آمده، ولی بیشتر خواهم گفت که نسبت دین یا دین ارگانایز به اصطلاح با قدرت سیاسی چی باید باشه، این باید خادم او باشه، او باید خادم این باشه، یا این دوتا باید تعامل داشته باشن بدون اینکه یکی بخواد بر دیگری تحمیل بکنه و تحمیل بشود، که به نظر من این سومی از همه مهمتره، یعنی دوتا قدرت باشن با هم داد و ستد بکنن، نه اینکه یکی دیگری رو به طور تام و تمام در استخدام بگیره و مورد استفاده ابزاری قرار بده. اینو ایشالا من بعدا خواهم گفت، ولی همطور که گفتید بله سخن من تجویزیه، یعنی توصیفی تنها نیست، من دارم میگم به اون طرف ما باید بریم. درسته که در دینداری معیشت اندیش دین بسیار جنبه وسیلگی داره و ابزاریست برای مقاصد دیگر که عمدتاً هم دنیوی هستند و عمدتاً هم میشود وسائل بهتر از دین برای اون مقاصد دنیوی پیدا کرد، یعنی برای رفاه دنیوی، برای اقتصاد، برای تنظیم قدرت، کما اینکه توی جوامعی که به ظاهر دینی هم هست مثل ما همش دنبال اون وسائل دیگه رفتن، بعد به طرفی رفت که این استقلال واقعا دیگه نشان داده بشه و مردم دین خودشون رو برای دین خودشون داشته باشن. اون وقت این دیانت وقتی که اینها رو انسان نیک کرد، به حکم نیکی کارهای نیک انجام بدن، به حکم نیکی که محصول تربیت دینی و محصول باور دینی است. شما از این چریتی خیریه پرسیدید، این دو حالت میتونه داشته باشه، یکی این که این خیریه همین دیگه اسم دین با یه مقاصد دیگری باشه، یکی این که این خیریه به حکم شرافت و طهارت ذاتی که دینداران پیدا کردن، نیک سرشتی که حاصل کردن و دستشون میره به طرف دستگیری از هم نوعان خودشون یا هم وطنان خودشون. اینا دو جور میتونه باشه، یه خیریه ممکنه درست بشه کم کم ابزار قدرت بشه. ببینید ما در صفویه همینو دیدیم، اینا ابتدا اومدند و فرقه های صوفیه و فلان و فلان، بعد یه مرتبه از توش چیا در اومد بیرون، یک جور سرسپردگی نسبت به رئیس فرقه و اون شیخ بزرگ اون فرقه، و بعدش هم خورده خورده کسب قدرت و رفتن بالا. کسی نمیگه شما دنبال قدرت نرید، اگه میخواید برید خب برید، که میگه دنبال ثروت نرید، اگه میخواید برید برید از راه درستش، اما اینکه پا بر شانه دین بگذارید و اون رو نردبان ارتفاع گرفتن خودتون بکنین، همون ابزار انگاریست. حالا من بازم راجع به ابزنگاری سخن خواهم گفت، ولی این نمونه هایی که شما گفتید خیلی درسته، یعنی در واقع همینطوره، از ایمان مردم نباید سوء استفاده کرد، حتی اینجا سوء استفاده هم نیست، اصلا به کار بردن چیزیست در جایی که نباید اون رو به کار برد، و لذا
هدف بودن همیشه باید محفوظ بمانه. هر جا که شما در هر کار نیکی اگر دیدید که این از نیک بودن داره خارج میشه و ورای او و بالا سر او داره یه چیزی دیگری میاد، خیلی باید برحذر باشید و این تعلیم به تدریج باید به مردم دیندار داده بشه. همیشه باید بهشون بگید مواظب باشید دینتون استفاده نکنه، مواظب باشید نیاد یه آیه قرآن بخونه بعد بگه خدا به تو گفته به این رأی بده، مواظب باشید با یه شعاری تو رو به طرف خودش نکشه. خیلی این مهمه. توی جامعه دینی دینداران باید به هوش باشن، بگیم که این متاع رو بچسبید، به هیچ قیمتی در اختیار کس دیگری نگذارید. سوال من در مورد بیشتر همون آخر بحثتونه که اینکه گفتین که دین رو نباید ابزار قدرت کرد، دین رو به طور کلی نباید ابزار کرد، نباید وسیله قدرت کرد. این خب مسائل خیلی زیادی ایجاد میکنه، سوالای به قول خودتون فربه زیادی رو در واقع ایجاد میکنه که خودتون بعضی هاشون رو گفتین. من انشاءالله حالا در جلسات بعدی من صبر میکنم که یاد بگیرم که چجوری اونا رو در واقع جواب میدید. به طور خاص چیزی که من الان میخوام بپرسم اینه که یکی از چیزهایی که در واقع من در طی جلسات قبلی همین دین و قدرت یاد گرفتم این بود که شما میگفتین خود پیامبر در واقع به دین به جنبه قدرت نگاه میکرد، یعنی قدرت دین رو میشناخت و میفهمید و از اونم استفاده میکرد و تهش هم بالاخره یه جورایی حکومت اسلامی هم را افتاد و قلم را خیلی بزرگی هم ایجاد شد. سوال من اینه که این که ما نباید دین رو ابزار کنیم، این که نباید وسیله قدرت کنیم، چجوری با رفتارهای خود پیامبر در واقع میتونه بخونه یا یه جورایی حداقل به ذهن من حالت تناقض دیده میشه؟ اینو شما چجوری در واقع پاسخش میدید؟ چجوری این تناقض از بین میره؟ نه تناقضی نیست. من بازم حالا چون در عرصه سوال جوابه مجبورم مختصر جواب بدم. ببینید این رو من گفته بودم که نگفتم دین پیامبر دین رو به منزله ابزار قدرت به کار گرفت. من اینو هیچ وقت نگفتم. گفتم پیامبر یه قدرتی رو آفرید، دین یه قدرتی است و توضیح هم دادم که این قدرت، این نیرو، این انرژی فوق العاده در اصل متکی است به ایمان مردم و اینکه عشق می‌ورزن به یک چیزی و اون چیز رو محبوب و مقصد و مطلوب به ذات خودشون گرفتن. اما اینکه این قدرت وقتی ایجاد میشه، این رو هم من قبلا گفتم، در نهایت ظرافت بعد استفاده کرد، مثل یک چاقوی خیلی تیز میمونه. اتفاقا این رو من اشاره کردم که این خیلی در بکار بردنش یا در نزدیک شدن به او باید احتیاط کرد، چون بلافاصله تبدیل به یک ابزار میشه که همون پیامدهای ناخواسته این قدرته، همچنان که هویت، همچنان که صنف روحانی، این پیامدهای ناخواسته و بعد این ابزار دیگه میتواند فتنه ها بیافرینه. حالا شما میتونید از من این سوال رو بکنید، آیا پیغمبر ساز و کاری گذاشت در دین خودش که ابزاری نشه، یا اون ابزار به اصطلاح دموکراتیک بشه، یعنی یه جوری بشود که نشه او رو خیلی مورد سوء استفاده قرار داد؟ من این رو گفتم دموکراتیک، حالا از این کلمه خیلی راضی نیستم و واژه دیگری نداشتم. ببینید در دوران مدرن چنان که خودتون میدونید قدرت رو، قدرت سیاسی رو ابدا دیدن که خب اولا چیز لازمی است اما خیلی خطرناکه اگه به دست یه نفر بیفته. اومدن توزیعش کردن، دست کم مطابق نظر مونتسکیو دیگه هم بخره سه تا قوه درست کردن، قضاییه، مجریه، مقننه، که اینا در تعامل با یکدیگر ولی در این حال در تصحیح یکدیگر بکوشن، به مردم البته قدرت زیادی دادن که بتونن حاکمیت رو نقد بکنن. قدرت رو از بین نبردن ولی یه کاری کردن قدرت خطرش کمتر بشه، یه چک ان بالانسی گذاشتن.
سوالی که شما میتونید بکنید، سوال خیلی مهمی هم هست، ایشون رو بعداً هم ما به اون پردازیم، همین است که چه چکن بالانسی درون قدرت دین وجود داره، اصلا وجود داره یا نداره. این قدرتی که پیامبر عرضه کرد به عرصه تاریخ، این قدرت برهنه، این شمشیر تیز، آیا غلافی داره یا نداره که این شمشیر رو در غلاف کنیم، یا همینطور شمشیر تیزی است که حل مبارز میطلبه و فقط به کار دریدن و بریدن میخوره. این اون سوال. و الا اصل مطلب که پیامبر، یعنی هر صاحب دینی و من جمله اسلام، یک نیروی تازه‌ای در تاریخ به وجود آورد، هیچ شکی نیست. دیگه فرض کنید مثل اینکه یک کوره داغی، یک مغناطیس بزرگی، همه اینا قدرتن، اما این کوره داغ خب میسوزونه دیگه. بخاطر این بچ کاری هم هست، یه روشی هم براش نشون داده که این آتش رو مهار کنیم یا همطور رها کنیم تا بسوزانن. خب این هم یکی از اون نکاتی است که ما بعد به بحثش ان شاء الله بپردازیم. سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم، صحبت‌های خیلی جذابتون. من دو تا سوال دارم. یکی اینکه این آیه معروف سوره حدید که ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و ارسلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، به نظر میاد حالا در نگاه اول که داره در واقع میگه که دین فرو فرستاده شده نه برای دین، برای یه کار دیگه، برای ایجاد قسط بین مردم. این یکی که این فکر کنم یه خود با در واقع پایه استدلال شما متفاوته. دوم این که من خب همه ما احتمالا میدونیم که خب دین از بخشای مختلف تشکیل شده، احکام داره و یه روح دین داریم، یه ظاهر دین داریم. وقتی شما میفرمایید که دین خودش فی نفس مطلوبه و هدف و وسیله چیز دیگه نیست، من احتمال دارم که شما منظورتون اون لب دین و اون روح دینه و نه ظاهر و پوسته دین و احکام دین. اگر اینجوری باشه و بپذیریم که در واقع احکام دین یه چیزی هستن که جزء ذات دین نیستن و عرضیان و حالا بنابر شرایطی به دین بار شدن، چه اشکالی داره که ما چیزهای دیگر هم بپذیریم که میتونه به دین بار بشه، مثل قدرت به طور عرضی بپذیریم که میتونه بهش بار بشه؟ این دو تا سوال من. بله، سوال دومتون خیلی برای من واضح نبود، ولی سوال اولتون که میفرمایید یقوم الناس بالقسط، ببینید ما دین رو فرستادیم تا مردم قیام به قسط بکنن، معنیش نیستش که دین رو به کار بگیرن برای قیام به قسط. یعنی اگه دیندار بشن قائم به قسط میشن، معنیش اینه. یعنی این دین چنین نتیجه‌ای داره، نه اینکه این رو به خاطر چیز دیگه‌ای به کار برن. من عرض کردم برای شما، شما دنبال هر مطلوب ذاتی که برید برکاتی به دنبالش میاد. برای شما سلامتی رو بخواید، اما خب این سلامتی خودش یک آثار و خواصی داره. شما اگر مثلا فرض کنید که خداپرستی رو بخواید، اخلاق رو بخواید، خب اخلاقی بودن خیلی آثار و برکات نیکی داره، اینا که پیامدهای خوبشه. اما این معنیش نیست که این وسیله اونهاست، این خودش خوبه، اون بقیه چیزها دیگه از اون فرو میریزه. به وحض اینکه چیزی رو وسیله کردید، ممکنه چون اینکه بارها گفتم وسائل دیگه بیان و سبق ببرن، یعنی پیشی بگیرن و اون وسیله شما رو کند کنن و از دست شما بگیرن. نه، دیانت خودش قسط است و کسانی که اهل دیانتن، اهل تقوا و پارسایی هستن، قیام به قسط هم میکنن، یعنی حق‌کشی نمیکنن، یعنی عدالت میورزن، یعنی حالا قسط که احتمالاً هم کلمه جاست و جاستیس باشه، به هر حال همون رو به پا میکنن. اما نکته دوم در باب این که دین، خب بله دین لایه‌های مختلف داره. حقیقت دین البته عبارت است از تجربه معنوی و بعد اخلاق، اینا حقیقت دین هست. فقه یه جور تفسیریست از عدالت یا از اخلاق، به این تعبیر که مینیموم اخلاقیت در فقه به ودیعت نهاده شده، مینیموم عدالت ورزی در فقه به ودیعت نهاده شده است، و به همین سبب فقه بار بر دین نشده، در واقع ترجمه اخلاق دینی است. ترجمه ایست که این ترجمه ایست خیلی موافق با دوران خودش، و این ترجمه میتواند عوض بشه. قانون اصلا همیشه همینطوره. ببینید
قانون حتی توی حالا جوامع غیر دینی. قانون در واقع یه جور آینه و ویترین اخلاقه، مینیمم اخلاق رو در خودش داره، در خودش نهاده و که دیگه کمتر از او نمیتوانه، یعنی نظام جامعه رو آشفته خواهد کرد، به کمتر از او نمیشه قناعت کرد و رضایت داد. لذا فقه یک چنین شأنی داره و این شأن شأن متغیری هم هست، یعنی جزء عرضیاته و خیلی راحت میتواند عوض بشه مادام که به اون اصل و مادر خودش وفادار باشه. چیزی بیشتر از این رو بر او بار نمیتوان کرد. بذارید من این رو به شما بگم، حالا این رو باید بعدها بحثش هم بکنیم. ببینید به منزل یک مثال، خود آیت الله خمینی، خب ایشون بدیهی بود دیگه، طالب ولایت و قدرت و اینها بود، بازم فرض کنیم با نیت خیر، ولی ایشون باری به دوش دین نهاد که کمر دین رو شکست. یکی دو تا روایت پیدا کرد که این همه مورد اختلاف نظر فقها از دیرباز تا امروز بوده در عالم تشیع، به زور یک معنای رو در اینها خواند که منظور این استش که فقها باید حاکم مردم باشند و بعدم ولایت مطلقه داشته باشند و ایناست اون بارایی که بر دوش دین نهادن. و وقتی هم که میخوان بنهند، یا تکلف میکنند یا تأویل میکنند یا گزینش میکنن، همه این روش ها رو هم رفتن. شما هر جا دیدید که یک کسی داره زیادی گزینش و زیادی تکلف میکنه، بدونید که اینجا آغاز یک تحریف و یک ابزارسازی است. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. مالک کان دین معمولا با منطق رجوع به متخصص توجیه میکنن، فلتکن با حفتون منکم یتفقهون فی الدین، و تا پایان داستان چه پاسخی میشه با آنها داد؟ اینکه به این علت که نیاز داریم به متخصص رجوع کنیم، بریم به سراغ افراد به خصوصی که از اونها دینمونه بگیریم، اشکالی نداره. بله، من هیچ منافاتی به سخنان من با این امر نداره. بالاخره یه دی ممکنه عالمتر باشن در دین، و من همه بحثم این بوده یه عده مالک دین شدن. من صرفم این بود، عالم دین شما میتونید عالم دین بشید یا میتونید با یه عالم دین دوست باشید، از او سوالتون رو بکنید، راهنمایی بخواید، اینا که همه امور بدیهی و طبیعی است و جای انکار نداره. مسئله این بود، من گفتم وقتی این دین مالکی و صاحبی پیدا کرد که او اومد به شما گفت که از شما چی میخواد، یا بیاد در واقع شما رو در استخدام خودش گرفت به نام اینکه شما دارید به دین عمل میکنید، یک چنین چیزی، از اینجا ابزارسازی شروع میشود. من عرض کردم که چه هویت دینی به طور کلی و چه هویت صنفی و صنفی روحانی وقتی در میان اومد، این مالکیت میاد و مالکیت با خودش ابزارنگاری رو لامحاله و به طور اجتناب ناپذیر به میان میاد.